بکنیم اینو. باید شروع شده ریکارد. بله قربان. خب بزنیم و خب دوستان گل خیلی خوش اومدید. بنده همونطور که میدونید مرتضی حسن‌پور هستم، مهندس مکانیک، فوق لیسانس مدیریت، همش در ایران بوده، اینجا فقط درس پلامینگ خوندم و در خدمت دوستانم هست. اولین مورد و مهمترین موردی که میخواستم با دوستان، همون اولش همیشه تو فکرم هستش که صحبت کنم، اینه که کسانی که دوست دارن بیان توی بحث پلامینگ، چه به صورت مثلا میگم برای خودشون، چه به صورت اینکه بخوان بیان یه هندیمن بشن مثلا خونه خودشون انجام بدن، یا یه هندیمن بشن کارهای دیگه رنوویشن انجام میدن، خب در کنارش پلامینگ هم انجام بدن، یا به صورت تخصصی بخوان کار کنن. پلامینگ اون در حقیقت لوله کشی که در ایران گفتیم، من جلسه سمینار قبلی هم عرض کردم خدمت همه دوستان، اینجا هم میگم پلامینگ اون لوله کشی که میگفتن در ایران نیست، خیلی فراتر از اونه. حالا شما میتونید یه قسمتی از اون رو بگیرید یا میتونید برید بالا تا PhD درس بخونید، یعنی شما در دانشگاه استنفورد در امریکا میتونید PhD پلامینگ بگیرید و این برای اونایی که خیلی دوست دارن که رشد کنن توی تخصصی، خیلی تخصصی برن. جو به هر حال یعنی یه شاخه در حقیقت میشه مهندس مکانیک سیالات، یه شاخه تخصصی ترش پلامینگ. امروز اینجا هستیم تا در حقیقت بتونیم با بچه ها صحبت کنیم، با دوستان صحبت کنیم که تصمیمشون رو بگیرن، یعنی میخوان واقعا تو این قضیه برن جلو یا خیر. حالا خیلی در مورد مسائل تخصصی سعی میکنیم این جلسه من صحبت نکنم، البته صحبت خواهیم کرد، ولی میخوام از اول شروع کنیم، چون افرادی که چهره هایی که من دارم میبینم اینجا، خیلی هاشون خب مشخصه که قبلا تو کار بودن، کارهای مرتبط داشتن و به هر حال مهندسینی هستن که الانم ما داریم، کسایی هستن که مهندس بودن سابقا و اومدن تو کار پلامینگ، یا مثلا پروجکت منیجر بودن سالیان سال اومدن تو کار پلامینگ. در هر صورت تصمیم با خودتونه که این کار رو انجام بدید، ولی اگر اومدید جلو من دوست دارم، و اگر کسایی که دوست داشتن مدرک این رو بگیرن، هدف من و مهندس امانی و این مؤسسه فناوران اینه که همه انشالله موفق بشه، یعنی اون موفقیته، یعنی اون که اون 100% برای من خیلی مهمه. خیلی ها به هر حال رفتن امتحان دادن، سالیان سال پشت این امتحان موندن متاسفانه، یعنی کسایی داریم که 10-12 سال سعی کردن که مدرک پلامینگ بگیرن ولی نتونستن. چرا؟ چون از بیس متاسفانه ضعیف بودن، یعنی هیچ وقت یک کلاسی رو از بیس شروع نکرده بودن. پلامینگ از لحاظ ریاضی، شما ریاضی سال دوم یا سوم راهنمایی رو بیشتر نیاز ندارید، یعنی کسی اگر سیکل ایران داشته باشه اصلا هیچ دیگه نیاز ندارد. از لحاظ انگلیسی خب شما میتونید مترجم ببرید، هیچ مشکلی نداره، و زبان انگلیسی هم بعد پس مشکل اینجا نیستش، اما یه درک مفهوم داره امتحان. این درک مفهوم با تجربه به دست میاد، ساده نیست متاسفانه، باید هم تئوری کار کنید، هم ریاضی بدونید و هم انشالله عملی توی کار یاد بگیرید. به هر حال من شروع کردم یک دست نوشته رو برای خودم دارم اینجا،
و در مورد متریال، جلسه اول متریال صحبت کنیم. میشه لطفاً کسایی که ایران تشریف دارن به من بگن چند نفر هستن؟ دوستانی که از ایران تشریف دارن. بیست و پنج تا پارتیسیپن داریم. 25 تا همه کانادا هستن؟ شاید یکی دو نفر نباشن، که اون یکی دو نفر ممکنه که الان چون دو سه صبحشونه شاید شرایط صحبت نشده، ولی من اسپاشون رو چک بکنم. در مورد شروع کردن بحث متریال میخواستم صحبت کنم. به هر حال ما در کانادا همون قدری که قبلا مثل ایران سعی کرده بودن که متریال سنگین بود، متریال متال بود، الان سعی بر اینه که متریال رو از متال، به خاطر که خوردگی ایجاد میکنه، به هر حال مشکلاتی هستش در متال، چه زیر زمین چه به اصطلاح بالا روی سقف که کار میشه، متال اونقدر دوام نداره که متریال پلاستیک داره. خب دارن بیشتر دارن سعی میکنن رو میارن به متریال پلاستیک. خب متریال پلاستیک از اینجا داریم، دوستان سفر رو دارن همه دیگه انشالله. بسیار متریال پلاستیک من از PVC شروع میکنم. من سفر رو ندارم، من دارم کاور خود چیز رو میبینم، کاور خود پاورپوینت رو میبینم. مندم همینطور. آره، یعنی که اون صفحه‌ای که شما دارید چیزو نشون میدید، ما اون صفحه که نوشته Basic Plumbing Lessons and Codes، اون صفحه یک رو دارید. آه، هنوز نیومده واسه شما؟ دقیقا برای من همون صفحه مشخصه. من هم همینم. آه، اوکی. چون من صفحه شکر کردم. صفحه اول رو میبینم، Basic Plumbing Lessons. بله. احسان جان، اون موضوع صدای شما که فرموده بود قطع و وصل بشه حل شد؟ عرضم به حضورتون که وقتی آقا مرتضی صحبت میکنن یه قسمت های صحبتشون لگ میزنه، صداشون قطع میشه دوباره میاد. من چون خوب میشیدم، ولی نمیدونم، فکر کنم نمیدونم مشکل از کجاست، ولی شما کامل رسا و کامل میشیدم. بله، چون منم وای فای وصلم. بله. آره، دمت گرم هستم. خیلی نه، بازم اگه مشکل بود باز بگم. بچه ها صفحه دومو داری؟ بله، متریال الان درست. بله. متریال رو نداریم، یه چیزی هست داره فنادرا نوشته است، داره میچرخه. درسته دیگه، نوشته پایپ متریالز. نوشته پایپ متریالز دیگه، پایپ متریال پلاستیک و متال، درسته میشه. من ندارم، کاش من خروج بکردم دوباره ورود میکردم. نه، خروج نمیخواد بکنید. چیز نیست، مال اون بالا سمت راست، گوشه بالا قسمت مشکی رو قسمت ویو بزنید، استاندارد داره، ساید بای ساید داره، چیز داره، تمام حالتش رو میتونید قشنگ نگاه بکنید، استانداردش رو بزنید. همین صفحه ای هستش که معلومه شعر یا معلومه میخوان یه دوره دیگه هم شعر بکنن، اونم شاید بشه. حالا هرجوری الان تصویر تصویر مهندس رو الان نمی‌بینی؟ بچه‌ها پایپ متریالز داری؟ بله. عالی. خب بریم. عرض کردم خدمتون از متال همه دنیا داره به سمت پلاستیک میاد و توی پلاستیک ها از همه مهمتر پی وی سی ها هستش. یه رنج خیلی خیلی زیادی از پی وی سی ما داریم، در کانادا استفاده میشه. پی وی سی آندرگراند هستش که به اصطلاح بهش میگن SDR-35، SDR-45. از اول همین الان بهتون بگم، اگر زمانی در آینده انشالله برنامه این شد که شما تشریف بیارید تو کلاس ها، وقتی که میگیم SDR-35 دوستان باید بدونن چه، من مبنا رو بر این میذارم که شما میدونید این چیزها رو، من فقط دارم مرور میکنم. اگر نمیدونید لطفاً سعی کنید خودتون رو به کلاس برسونید. اگر نشد
به من بگید. من چون یه اِوالویشن باید داشته باشم از کلاسم، بدونم چند نفر چقدر آمادگی دارند از بیسیک این. به هر حال ببینید، مثلا یه سوال میتونم پرسم؟ جونا این پی وی سی که زدین R35 یا R45 منظور همون سیستم 15 که خاکستریه یا لوله های سبز و سفید منظورتونه؟ ببین PVC. اگر لطف بکنید همه یه گوشه سوالاتون رو بنویسید، چشم، خب یه گوشه سوالا رو بنویسید، آخر آخر کار وقتی که تموم شد، من کلا 4 تا اسلاید تهیه کردم امشب، اسلایدام خیلی خیلی ساده است، ولی مطمئنم سوالات خیلی بی‌نهایته، یعنی خیلی سوالای زیادی هست. خب روی این سوالا ما رو سوال کردن میخوایم یاد بگیریم. من نمیخوام یه متکلم وحده باشم اینجا، چون عرض کردم دوستان تخصصهای زیادی دارن، مشخصه، و به هر حال یه ادعایی که من خودم از قبل میشناسم، دوستانی هستن که خب به هر حال سابقه آشنایی دورادور داریم و میدونم که تو کار خودشون تخصص زیادی دارن. به هر حال لوله پی وی سی، لوله های پی وی سی آندرگراوند که زیر زمین کار میشه، لوله های هست به نام SDR35 همین لوله های سبزی هستش یا سفید که توی هوم دیپو هم هست، خیلی همه جا دیده میشه. اینا هستش که با خود سمنت یا گلو، ما بهش میگیم گلو ولی در اصل سمنت، با سمنت لوله های چسبی هستش. SDR45 لوله هایی هستش که گسکت داره، یعنی شما یه جای لوله رو، سر لوله رو باید شما حتما بول کنی، 37.5 درجه بول میکنی، بعد با گسکت با یه لوبریکنت میزنی داخل گسکت، این هم میشه SDR45. حالا چند نوع لوله آندرگراوند داریم؟ لوله های سفید داریم و لوله های سبز. همه میپرسن که خب میشه لوله سفید و سبز رو زمانی که پندمیک بود و الان هم هست متاسفانه، لوله سفید و سبز خیلی کم پیدا میشه. اگر لوله سفید باشه لوله سبز نیست، یا اگر لوله سبز باشه لوله سفید نیست. اوریجینالی لوله سبز برای سور به کار میرین، درینج اند سور. لوله سفید برای استورم به کار میره، یعنی آب زهکشی، آب باران، آبی که از آسمان داره میاد. پس SDR35 یا SDR45 جفتش میتونه یا سبز باشه یا سفید باشه. حالا سوال اینجاست، اگر ما رفتیم هوم دیپو یا هر سپلایر دیگه ای رفتیم و لوله سبز نداشت و ما میخواستیم از این لوله سبز، از این لوله سفید به جای لوله سبز استفاده کنیم، حکمش چیه؟ حکمش اینه که شما زحمت میکشید یه اسپری سبز میگیرید، ایندیکیت میکنید، میکشید روی اون. چرا؟ چون بعد از شما ممکنه یه اتفاق دیگه بیفته، یه پلامری بیاد، یه آقای دیگه، هر پلامری یا یه هندیمن یا هر کس دیگه بیاد اونجا رو، حتی خود صابخونه میخواد یه دستشویی به اونجا اد کنه، یهو میبینه وسط خونش دو تا لوله سفیده، از کجا بفهمه که کدوم سبزه، کدوم سوره، کدوم استورمه؟ به هر حال شما باید یه جور اندیکیت کنید، یا با نوارهای مخصوصی هست که معمولا برای لوله های above ground استفاده میکنن، لیبل های مخصوص هست، لیبل روش میزنید drainage یا سور، باید لیبل بشه. اگر لوله سفید رو، لوله storm رو به جای لوله به اصطلاح سور یا drain استفاده کرد. واژه ها، واژگانی که ما استفاده میکنیم، ترمینالوجی ما یه مقداری زیاده متاسفانه یا خوشبختانه، یعنی وقتی که دوتا پلامر با هم صحبت میکنن، واقعیتش اینه که خیلی ها نمیفهمن چی میگن، به خاطر اینه که واژگان توی این بیزنس خیلی زیاده و
شما هیچ معادل فارسی هم متاسفانه نداری. یعنی یه مثلا حروف ربط و حروف اضافه هستش که تو صحبت‌های یه دو تا لوله کش دو تا پلامر ایرانی با هم هستش، یعنی به فارسی هستش. بقیه همه چی ترمینولوژی مال همون چیزی که پلامر، یه پلامر خارجی داره صحبت میکنه، ما هم باید همون صحبت رو بکنیم. در مورد لوله پی وی سی، لوله هایی هستش که سیستم 15 و اکس اف آر. ببینید اکثرا همه میدونن که اولین مایع ظرفشویی که تو ایران اومد به نام ریکا اومد و به نام ریکا به اصطلاح مصطلح شد. اینجا هم همینطوره. شرکت آیپکس، شما باید بدونید شرکت آیپکس دو تا لوله داد بیرون، یکی لوله سیستم 15، یکی لوله XFR، جفتش برای کمرشال هستش. لوله سیستم 15 معنیش چیه؟ در حقیقت اگر شما سرچ هم بکنید، هر آنچه که سرچ بکنید زیاد به شما چیزی نمی، یعنی آیپکس و نپکو در حقیقت یه جوری موناپولی هستن در کانادا، نمیذارن خیلی کسی متوجه کارشون بشه چون دارن خیلی گرون میفروشن این لوله ها رو. لوله سیستم 15 در حقیقت 15 دقیقه به شما فرصت اوکویشن میده. ببینید وقتی که لوله آتیش میگیره، ساختمون آتیش میگیره، شما فلیمتون یه اسپرد داره. وقتی که اون شعله داره پخش میشه توی ساختمان، در مورد لوله سیستم 15 خیلی کمتر، یعنی کمتر از لوله ABS پخش میشه. خب اما در مورد لوله XFR خیلی بیشتر، یعنی در حقیقت لوله سیستم 15 برای low rise یا low rise commercial buildings، معمولا تا 5 طبقه را بهشون میگن low rise commercial buildings استفاده میشه. از 5 طبقه به بالا باید XFR استفاده بشه. حالا بعضی از ریجن ها اجازه میدن به شما که تا 10 طبقه شما از لوله سیستم 15 استفاده کنید، چون اختلاف قیمت سیستم 15 با XFR، پی وی سی سیستم 15 با پی وی سی XFR خیلی زیاده. متاسفانه اختلافش فاحشه، یعنی هولوش 4.5 برابره. واسه همین خیلی از پلامرها اوید میکنن که بخوان XFR استفاده کنن. لوله ABS داریم که دو تا تایپ داره، سل کور هستش و هارد وال یا هارد کور به اصطلاح مصطلح میگن. لوله سل کور فقط برای ونت استفاده میشه، لوله هارد وال برای درین استفاده میشه. چرا؟ به خاطر که لوله سل کور وقتی که آب از توش رد میشه صدا میده. خیلی از این خونه‌هایی که جدید ساخته میشه رو شما باید دیده باشید، متاسفانه بچه ها ببخشید صدای من رو دارید خوب؟ چون بله. آره این هیت روشن شد، بله. آره این هیت ما یه ذره صدا میده، من تو آفیس هستم. بله لوله ABS فقط برای رزیدنشال استفاده میشه و دو تا تایپ داره، عرض کردم سلکور و هارد وال. سلکورش خیلی سبک هستش و فقط باید برای ونت استفاده میشه. هارد والش برای درین استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما سلکور رو برای درین استفاده کنید، موقعی که شما طبقه سوم فلاش میکنید توالتو، تمام طبقات صداشو میشنوه و این خوشایند نیست. مثلا میگم شما مهمان دارید، یه نفر میره طبقه بالا داره فلاش میکنه توالتو، یه هایی یه صدای گارگل میاد
و همه داره مثلا دارن شام میخورن یه هایی میدونی صدای گارگل اومد. این چیز جالبی نیستش و متاسفانه بعضی از دوستان پلامر به خاطر اینکه بتونن سیو بکنن یه مقدار توی متریال از لوله سلکور برای لوله درین هم استفاده میکنن، برای بخش درین هم استفاده میکنن که این زیاد چیز جالبی نیست. من ریکامند نمی کنم، استفاده میکنن ولی خب من ریکامند نمی. لوله آب لوله پکس هستش که بیشتر در کانادا استفاده میشه. ببینید دوستان، من هیچ وقت نمیرم مثلا بگم پکس P-E-X مخفف چی هستش، توی امتحان شما هم نخواهد اومد، ولی اگر برای دانستن شخصی خودتون اطلاعات خودتون میخواین، خب میتونید پکس رو ببینید که چی هستش، P-E-X What does PEX stand for. پکس نوع A داریم، نوع B داریم و نوع C داریم. پکس نوع سی متاسفانه در کانادا خیلی خواهان نداره، ولی امریکا خیلی زیاد استفاده میشه حتی تو های رایزا. پس ما فقط در کانادا پکس A و پکس B استفاده میکنیم. پکس A تمام خواص پکس B رو داره، یه چیزی بیشتر داره و اونم این که اکسپندبل، یعنی شما میتونید پکس رو اکسپندش کنید با دستگاه expansion tool که به هر حال اولینش رو کمپانی میلواکی ساخته. لوله هایی داریم به نام پولیتیلن و پولیپروپیلن PE و PP که تو ایران خیلی استفاده میشه، اینجا کمتر استفاده میشه. به تازگی برای بخش هایدرونیک دارن از PP سبز استفاده میکنن، ولی هنوز خیلی گرونه چون هنوز خیلی وارد کانادا نشده. بعضی از کمپانی استفاده میکنن اما خیلی زیاد نشده. اگر کسایی هستن که در ایران PP کار کردن به من پیغام بدن، من میتونم یه لید خوب بهشون بدم برای گرفتن آموزش PP برای بخش هایدرونیکس. میریم توی متال ها. کاپر هستش. ببینید کاپر هنوز که هنوز بهترین نوع و ریلایبل ترین نوع متریال هستش توی بخش پایپ. سنو تایپ کاپر در پلامینگ ما داریم. تایپ M هستش که رزیدنشاله، تایپ L هستش که کامرشاله و تایپ K یا سافت کاپر. اگر به شما گفتن سافت کاپر، شما باید بدونید تایپ کیه و تنها تایپی که آندرگراوند استفاده میشه. چرا سافته؟ به خاطر اینکه شما میتونید به راحتی بنتش کنید. وقتی که بنتش کنی، این پس و پیشیایی که توی خاک میاد استفاده میشه رو شما میتونید پسش کنید. ولی وقتی که یکی این مطلبه و دومی مطلب اینه که شما دیگه کانکشن نمیخواد بهش بزنید، شما مجاز نیستید در هیچ شرایطی پایپ آب رو زیر زمین بهش، پایپ آبی که پاتبل باشه یا پاتبل وادر، شما هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نمیتونید پاتبل وادر رو توی کانادا آندرگراوند یعنی از زیر زمین بهش کنکشن بزنید. همه چی باید یه تیکه باشه. حالا کد اینجا به شما میگه اگر یه وقتی پنچ شد، اگر یه وقتی بنچ شد، اگر یه وقتی، ببینید بازم دارم تکرار میکنم، واژه هایی که من به کار میبرم همون چیزایی که توی امتحان شما میاد، همون چیزایی که من و شما هر روز به عنوان یک پلامر با هم صحبت میکنیم. وقتی که میگم پنچ شد یعنی پنچ شده، یعنی پنچ شده. وقتی که میگم بنت شد یعنی بنت شده. باید اینا رو بدونید. وقتی که میگیم پن هول شد یعنی یه سوراخ پن هول روشه. اینا رو باید هی با هم کار کنیم. هر روز من با شما کار میکنم تا این واژگان رو یاد بگیرید. وقتی که واژگان رو، اون ترمینولوژی رو یاد بگیرید و بیسیکش رو یاد بگیرید، دیگه هیچ مشکلی ندارید.
شما خودتون رفتین به قول فرانسوی اتودیداکتین رفتین واسه خودتون، نیازی نیست که فقط میان از من میپرسید که این سوال رو من چجوری حلش کنم. سوالی که فقط نیاز به ریاضی دوم دبیرستان داره، دوم راهنمایی داره، سوم راهنمایی داره، that's all. یعنی اکثر شماها دانشگاه رفتید، اکثر شما لیسانس فوق لیسانس یا ممکنه دکترا داشته باشید، میخواید تو این کار بیاید. به نظر من بسیار بسیار کار خوب و قشنگیه. یه احترام ویژه‌ای دارن پلامرا توی کانادا و وقتی که شما مثلا میگم میگید من یه مستر پلامرم، ممکنه ایرانی ها بگن پلامر چی هستش، ولی به یه کانادایی بگید من یه مستر پلامرم میگه واو، همشون واو دارن وقتی میگی مستر هستم. این یعنی چی؟ یعنی که یه مستر پلامر برای یه دکتر متخصص برای اینا ارزش داره. خودتون رو دست کم نگیرید جایی که اومدید، یعنی این سیستمی که دارید واردش میشید اولا پولش خیلی خوبه اگر درست واردش بشید. بعضی ها مثل یک ماستانگ رو میشینن با 200 تا 250 تا سرعت توی یانگ استریت میرن. خب شما باید یه جایی وایسید، این شکلی نباید برید. ماستانگ رو سوار شدید ولی راحت تر برید، یعنی با 70 تا 60 تا سرعت برید و همیشه برید و کیف کنید، لذت ببرید از راه. نیومدیم که مثلا امروز شما وارد این سیستم شدید، خب امروز رفتی یک کاری کردی $3,000 گیرت اومده، خب فردا من برم یک کاری کنم $3,000 گیرم بیاد، پس فردا یک کاری بکنم $3,000 گیرم بیاد. نه، آهسته و پیوسته و هر روز ببینید. پلامینگ چیزیه که باید هر روز خودتو آپدیت کنی، هر روز، هر روز، یعنی هر شب شما باید چیزی یاد بگیرید متاسفانه، چون هر روز داره حالا بچه هایی که توی بحث هایدرونیک و کنترل میرن اونا که دیگه حسابشو با کرامول کاتبینه، چون همه چیز داره تغییر میکنه. یعنی بحث کنترل توی قسمت هیتینگ یه بحث خیلی خیلی عجیب غریبی شده متاسفانه یا خوشبختانه. من خودم به گردش نمیرسم، یعنی یه چیزی که اوردر دارم اینجا 6 ماه پیش اوردر دارم، الان که میام میبینم که مثلا هانیول کلن اون سیستم رو عوض کرده یا خیلی چیزای دیگه، حالا میرسیم بهش. کاپر تایپ ام، تایپ ال، تایپ کی، کست آیرن هنوز که هنوزه بهترینه برای کمرشال. چرا؟ چون صدا نمیده. شما 10 طبقه 50 تا توالت هم فلاش کنن از تو این صدای در نمیاد، پس خیلی خوبه. توی تمام کمرشال ها دارن از این استفاده میکنن. لوله بلک آیرن، لوله بلک آیرن رو فقط برای اسپرینکلر ها استفاده میکنیم. بلک آیرن اسپرینکلر چی هستش؟ اسپرینکلر یا همون فایر اسپرینکلر، یعنی کسی که معادل فارسیشو میدونه بگه لطفا. لوله آتش نشانی، آپاش، لوله آتش نازل آتش نشانی. بله، نازل آتش نشانی، اطفای حریق. بله، اطفای حریق، مرسی. مرسی. اسپرینکلر شما توی چمن هم استفاده میکنیم، بیشتر به اون قسمت آپاشش میگنیم. اونو بهش ما میگیم، اجازه بدید ما اونو اسمشو بذاریم irrigation system. اسپرینکلر رو در پلامینگ اجازه بدید فقط در مورد فایر اسپرینکلر استفاده کنیم. برای چمن و لان بذاریم لان اسپرینکلر، یعنی این ترمینولوژی بین من و شما باشه که خودمون بدونیم از الان وقتی که شروع میکنیم اگر گفتیم lawn irrigation یا lawn sprinkler، lawn fire sprinkler fire. به هر حال black iron pipe، stainless steel pipe، stainless steel هم که میدونید به خاطر اینکه در حقیقت باکتری نمیگیره، انفکشن نداره، هر چیز خوراکی، هر چیزی که میخواد شیر باشه، میخواد مواد غذایی، هر چیزی، هر چیزی که در مورد خوراکی باشه استنلس استیل. و گلاس پایپ، گلاس پایپ هم که مال آزمایشگاه هستش و کسایی که بحث گلاس پایپ انجام میدن با اینکه خیلی هم آسونه ولی یه ذره کات کردن گلاس پایپ سخته. یک اولش ترس داره،
چون لوله هاش خیلی گرونه، فیتینگ هاش خیلی گرونه، ولی وقتی کار کنید مثلا راه اندازی یک آزمایشگاه با گلاس پایپ یه چیزی هولوش 40 تا 45 هزار دلار برای 3 یا 4 روز کار هزینه شد، یعنی دستمزدشه منظورم. خب ممکنه اوایل شما بخواید با گلاس پایپ کار کنید مشکل پیدا کنید، ولی یواش یواش یاد میگیرید، چیز خاصی نیستش. خب من رد میشم از روی این. میریم روی فیتینگ ها. فیتینگ ها دوباره پلاستیک داریم که همون STR-BDS System 15 XFR. BDS چیه؟ BDS اسم دیگه SDR هستش. در حقیقت یک نقطه انحرافیه. SDR پایپای PVC underground رو بهش میگن SDR pipes، ولی فیتینگاش رو بهش میگن BDS fittings یا SDR fittings. ولی هر جفتش اگر اومد تو امتحان گیج نشین چرا فیتینگ رو داد به ما SDR، ما گفتیم pipe SDR، چرا فیتینگ رو داده BDS. BDS همون SDRه. حالا دوباره بگم اگر خواستین در مورد اینا تحقیق بکنید، تنها کاری که هستش یه رو 20 دقیقه بعد از اینکه تموم شد زحمت بکشید بزنید What does BDS stand for؟ بعدش اگر BDS مثلا میکنیم 30 تا چیزی بیاد What does BDS stand for in plumbing؟ تموم. That's it. System 15 هم لولش System 15ه، فیتینگش هم System 15ه، XFR هم به همین شکل، لولش XFR، فیتینگش XFR. ABS لولش ABS، دیگه فیتینگ سل کور یا هارد کور نداریم، فقط فیتینگ ای بی اس داریم. خب برای لوله های پکس فیتینگ هاشون چیه؟ فیتینگ های پلاستیکش بهش میگن پی پی اس یو. دوباره What does پی پی اس یو stand for in plumbing؟ دو نوع عرض کردم خدمتتون، ما در کانادا پکس نوع A و پکس نوع B استفاده میکنیم. پکس نوع C به ندرت خیلی 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 کم استفاده میکنیم. پکس نوع A پکسی هستش که، اجازه بدید پکس نوع B رو بهتون بگم. پکسی که شما میرید در هوم دیپو یا هر جای دیگه میخرید اسمش پکس بی هستش، ارزونتر از پکس ای، تقریبا نصف قیمته. با این پکس شما میتونید چیکار بکنید؟ شما با این پکس میتونید کریمپ کنید، یعنی رینگ بذارید کریمپ کنید، یا میتونید رینگ بذارید و پنچش کنید، یا رینگ بذارید و سلیو رو پرس کنید. اینا همش برای پکس B هستش. اما برای پکس A چی هستش؟ همه اونایی که پکس B رو داره، ولی شما میتونید اکسپندش هم بکنید، این پکس اکسپند میشه و فیتینگای پکس A یه ذره حدوداً 15% بزرگتر از فیتینگای پکس B هستش. یعنی همون ورسبو در حقیقت؟ باری کلا ورسبو. ما چرا میگیم ورسبو؟ مثل همون داستان مایع ظرفشویی ریکا، در حقیقت وقتی که میگیم 1960، وقتی که یه پلامر میاد از من میگه آقا لوله 1960 داری، من خوشحال میشم چون میگم این پلامر educated. یا میگه لوله پروپکس داری، پروپکس یعنی پروفشنال پکس، من خوشحال میشم. یا میگه لوله اکسپندد پکس داری، باز بیشتر خوشحال میشم. درسته؟ یعنی تو این ترمینالوجی که ما داریم متاسفانه یا خوشبختانه خیلی چیزا وارد شده.
پلامینگ اینجا عین زبان فارسی میمونه که از فرانسوی و از انگلیسی و از همه جا بهش وارد شده. متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، ولی باید بدونید چون تو امتحانم میاد. شما هر استادی رو، هر دانشکده‌ای رو، هر جایی که انستیتوی رو شما بخواید برید ممکنه یه چیز به شما بگه، ولی من میخوام همه چیز رو کاور کنم و ازش بگذرم با این امید که شما میرید 10 دقیقه یه رو وقتتون رو میذارید بعد از این و سوالاتون رو مینویسید، جلسه بعد از من یا آخر همین جلسه از من میپرسید هرچی که هست. وقتی که میگن F1960، ببینید وظیفه یک پلامره، وظیفه فروشنده نیست که به شما لوله پکس رو نشون بده و به شما بگه که بچه ها ببینید آقای فلانی، ببین آقای دادوند، این لوله پکس رو من میدم به شما، بیا به شما توضیح بدم روش چی نوشته. نه، شما وقتی که لوله پکس رو میخرید باید روش رو بخونید. That's the must. اینو هیچ وقت یادتون نره. لوله پکس از هر جایی خریدید باید روش رو بخونید. زمانی که اینسپکتر شما میاد، اگر لوله پکستون توی ارتفاع هستش باید طوری برش گردونید لوله رو که اینسپکتر از اونجا ببینه رایتینگ اونجا رو. اگر شما برش گردونید به سمت بالا رایتینگو، میگه ببین ممکنه اون چیزی که شما میگی هست ولی من نمیتونم ببینم. میگه اوکی باشه، با اسکای جک میشه بری بالا؟ میگه نه، اسکای جک من نباید برم بالا، تو باید طوری بذاری که من بتونم از پایین بخونم اون خط و خطوط رو. شما میرید میگید من لوله تایپ A میخوام از فلان سپلایر، یه لوله به شما میده تایپ C، میری نصب میکنی، داری کارتو تموم میکنی، فاینال اینسپکشن $100,000 پولت مونده، فاینال اینسپکشن شما پس نمیشه. چرا؟ آقای اینسپکتر میاد به شما میگه که خب شما به من گفتی تایپ A، این ساختمون کمباستیبل نیست، درسته؟ ساختمون های رزیدنشال کمباستیبله، این ساختمون نان کمباستیبله، این ساختمون کمرشاله. شما این لوله که استفاده کردی لوله کمباستیبله تو رزیدنشال، شما اونجاست که هر کار بکنی هیچ فایده نداره، باید تمام اونو بریزی بیاری پایین. این اتفاق برای خیلی افتاده. لوله پکس که میخرید روشو بخونید. اگر F1960 نداشت لطفاً استفاده نکنید برای نان کامباستیبل بیلدینگز. خیلی حواستون باشه. F1960 اینو انقدر باید توی ذهنتون بگید، تکرار کنید که تو امتحانم وقتی که اومد راحت میگید F1960 همون پروپکسه. یا آقای کوروش خان اسمش چی بود؟ ورسپو. ما 2 کمپانی داریم در کانادا که اینا لوله هاشون رو اسپک میاد. حالا اسپک چیه؟ اسپک یعنی اسپسیفیکیشن. اسپسیفیکیشن یعنی چی؟ وقتی که شما یه شیت مثلا 20-25 صفحه‌ای 30 صفحه‌ای از یک کمپانی مثلا حالا اسمشون یادم رفت، ما 5 کمپانی بیشتر نداریم در حقیقت، 5 انجینیرینگ کمپانی که همه دارن کارهای بزرگ رو طراحی میکنن. این 5 کمپانی فقط 2 لوله رو، 2 کمپانی رو رو اسپکشون دارن به نام پکس A. یکی یوپنر که همون ورسپول، یکی هم ریها. یوپنر مال امریکاست، ریها مال آلمانه. تموم.
یعنی شما اگر این دوتا غیر از این دوتا رو استفاده کنی توی ساختمان قطعاً باید بیاری پایین. و اگر رفتین توی کاندو حتی به شما گفتن $100,000 میدیم که شما بیه پلامینگش انجام بده، ولی با این لوله پکس قبول نکنید. شما فقط باید پرو پکس پکسی استفاده کنید که یا یوپنر باشه یا ریها باشه. این دوتا در کانادا استفاده میشه. حالا به یوپنر میگم ورسپو، ورسپو یا یوپنر، مثل همون بحث ریکا. ریها ریهام ریها، پس دوتا داری. در مورد پکس بی سه تا کمپانی هستش در حال حاضر که خیلی خوب کار میکنه. کمپانی واتس هستش، کمپانی هیت لینک هستش و کمپانی بو، که هر سه تا هم به اصطلاح تو کانادا شعبه داره. خب در مورد پلاستیک ما یه فلکسیبل رابر داریم. فلکسیبل رابر what does it mean؟ یه چیزیه که دوستانی که کار پلامین کردن یا کار در حقیقت رنوویشن خیلی انجام دادن میدونن، چیزی به نام فرن کو. دوباره برگشتیم به داستان ریکا. اولین کمپانی که اینو فرن کو رو، یعنی فرن کو پلاستیک کاپلینگ آورد، اسمش چی بود؟ فرن کو بود، حدودا 12-13 سال پیش. و این کمپانی این تو دهن مردم بود، الان بهش میگن فرنکو کاپلینگ. یه دونه دیگه هم هست به نام ام جی کاپلینگ یا شیلدد کاپلینگ. اینم باید بدونید ام جی مخفف مکانیکال جوینت. خب فیتینگ های متال کاپر داریم. حالا کاپر دو تا فیتینگ داریم دوستان، لطفاً من چون خیلی دوست دارم در جا همه چیز رو یاد بگیریم، لطفاً باز کنید صداها رو. کاپر چند تا داشتیم آقای فرهاد؟ لوله کاپر چند نوع بود؟ سه مدل M L و K. حالا فیتینگش چند تاست؟ دو مدل. Pressure DWV. Oh, please forgive me. بچه ببینید این هم من بهتون بگم. رو کاپر یه تایپ دیگه هم داریم که DWVه. اونو من بعدا اصلاحش میکنم براتون میفرستم. ببخشید. توی کاپر فیتینگاش دو تا داریم. Pressure DWV. یعنی ما تو پایپاش 4 مدل داریم. بله درسته. DWV خیلی 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 مهمه. وقتی که به شما میگن DWV، وقتی پایپی رو شما نگاه میکنید روش نوشته DWV، پایپ کاپر خیلی نزدیکه متاسفانه یا خوشبختانه، یعنی این که خیلی شبیه همه. وقتی که نگاش میکنید DWV این پایپ تایپ M میمونه، ولی رایتینگاش فرق میکنه. رایتینگ پایپ تایپ M با قرمزه، رایتینگ تایپ L با آبی هستش، تایپ K رایتینگش نمیدونم چیه، باید نگاه کنم چون هیچ وقت دقت نکردم چون سافت بوده همیشه. و رایتینگ DWV با زرده. DWV روش نمیشه DWV Waste and Vent. DWV خیلی هم مهمه که اینو بدونید. خب کاپر پرشر، حالا شما نگاه میکنید میگید دوتا من فیتینگ دارم، نمیدونم که کدوم یکیش پرشره کدوم یکیش DWVه. شما توی دامستیک وادرتون بیشتر پرشر دارید یا توی درینتون؟ مسلمه توی دامستیک وادر.
domestic boiler up to 80 psi شما pressure دارید. ولی تو DWB max 1.5 or 2 psi maximum. خب پس شما برای اگر یه فیتینگ اینچ و هف DWB با یه فیتینگ اینچ و هف پرشر جلوتون گذاشتن چطوری میتونین تشخیص بدید؟ آقای چهره یه حدس بزنید. بله یه بار یه سالتون میپرسین چیز شروع تشخیص بدن؟ دوتا فیتینگ جفتش یه سایزه. بله یکی اینچ و هفه اینم اینچ و هفه جفتش یه سایزه. یکی یک کنونشون فشاری کمتری تعمال میکنه اون زخامتشون با هم دیگه فرق میکنه بخاطر اون تعمال فشارش. یه ذره دیگه برید جلو یه حدس دیگه بنگش دیگه آقای سید احمد آقایی. بله نوع رنگش نه آقای معروسی. آقای معروسی از خواب بیدار کردی از زخامت امکان داری یا نه نوع زخامت؟ تاسفانه نمیدونم ولی چیزی که غالبا بین این دوتا اختلاف هستش بیشتر به خاطر تیکنسشه. یعنی در واقع اصلش اون تیکنس هست. حالا دومش رو نمیدونم. در کانادا این شکلی نیست. سالدر خورشه. یعنی شما برای پایپ اینچ و هف اینچ و هف DWB سالدرش بسیار بسیار کمتره. یعنی نیازی نیست که سالدر زیادی انجام بشه. اما برای پایپ برای فیتینگ پرشر سالدرش خیلی بیشتره. وقتی که تو امتحان این دوتا رو گذاشتن و به شما گفتن که کدومه که DWB A یا B خیلی ساده سالدر خوره اونی که بیشتره میشه DWB. That's all. خیلی ساده. ببینید امتحان بسیار ببخشید فکر کنم دوباره برعکس گفتید. بالدارشو بیشتره یا کمتره اشتباه گفتید فکر کنم. جان فرق کردش. DWB سالدرش کمتره یا بیشتره؟ DWB سالدرش کمتره. ببخشید. DWB سالدرش کمتره. خب. در مورد کست آیرن فیتینگ های کست آیرن همون چیزی که پایپش هست فیتینگش هم هست. اینا چطوری به هم وصل میشه؟ با ام جی کاپلینگ، مکانیکال جوینت کاپلینگ. مکانیکال جوینت کاپلینگ بله ام جی کاپلینگ. ببینید اینجا نوشته ام جی فرنکو یا ام جی بلک آیرن ها با ام جی کاپلینگ. نمیبینیم صفحات نوشته ها نمیاد الان اجازه صفحه اولیم هنوز همون جان صفحه در واقع صفحه اول هستیم هنوز همون الان زمای وایس فیتینگ متریال فقط نشون داده شده و زیر مجموعه هاش این چیزی که گفتین اصلا نشون داده نشده. خب نه دیگه ببینید فیتینگ متریال آخرش پلاستیک آخرش ام جی میبینید؟ نه صفحه فرنکو ام جی فرنکو و ام جی بله فرنکو و ام جی فرنکو و ام جی بله پس هست درسته؟ درسته خط اول بله خط اول آخرش در مورد بلک آیرن در مورد کست آیرن عرض کردم فیتینگش و پایپش سیم اسکیجول یعنی چی راستی؟ اسکیجول در حقیقت قطره اونو بهش میگن اسکیجول دوستان میدونن دیگه اسکیجول هایی که ما خیلی اینجا استفاده میکنیم در کانادا اسکیجول 40 و اسکیجول 80 هستش. اسکیجول 40 برای رزیدنشال اغلب استفاده میشه، اسکیجول 80 برای کامرشال یعنی یه مقداری کلوفتر ثکنس بیشتر داره. بلک آیرن براس استنلس استیل. خب استنلس استیل چجوریه؟ استنلس استیل کیا جوش آرگون دادن؟ کسی هست جوش آرگون داده باشه؟
میتونه. نه؟ اوکی. کسی اگر جوش آرگون بده داده باشه در ایران یا اینجا یاد بگیره، خیلی خیلی پول خوبی داره. یک، اگر پایپینگ بلد باشی و با لوله استنلس استیل بتونی کار کنید، 100% تو گاورمنت میتونی استخدام بشی، چون خیلی کمه. لوله آرگون، با آرگون کار کردن یا همون با میک کار کردن یه مقداری، چون یه ذره خطر تشعشع داره، کانادایی‌ها معمولاً این کار رو انجام نمیدن، معمولاً. و خب خیلی پول خیلی زیادی داره و زودم بازنشست میکنن، 15 ساله بازنشست میشن تقریبا. چیزی که من قبلا خیلی سال پیش در مورد شفته بودم، چون من خودم جوشکاری به اصطلاح مدرک ایران و آلمان رو دارم. به هر حال لوله استنلس استیل حتما باید با آرگون جوش بخوره و توی فیتینگ ها، فیتینگ برانز هم داری، فیتینگ های برانز در حقیقت یه ذره از براس قوی تر هستش. براس برای کمرشال رزیدنشال استفاده میشه و برانز ها برای کمرشال. خب دوستان صفحه جدید دارن؟ How to connect. بله. اون چیزی که ما بهش میگیم چسب پی وی سی یا چسب ای بی اس به نام گلو یا سمنت اینجا شناخته میشه. شما باید سمنت های مختلف رو بشناسید و در حقیقت میریم جلو و به اصطلاح هر سمنتی یک تعریف مشخص برای خودش داره. زهر پلامر وقتی که از سمنت استفاده میکنه باید چه موقع خرید چه موقع استفاده باید اینستراکشنش رو بخونه. That's the must. این پکس شما باید اینستراکشن اون بالا رو بخونید. ممکنه امروز یه سمنت داشتید، فردا یه سمنت دیگه. ممکنه یه سمنتی رو از هوم دیپو گرفتید، یه دونه از هوم هاردویر. شما باید بدونید در چه دمایی میتونید اون سمنت استفاده کنید. بعضی از سمنت ها در دماهای پایین جواب نمیده و باند نمیشه متاسفانه. اگر اونجا لیک بکنه و مثلا میگم بره توی قضیه سو و قضیه دادگاه و دادگاه کشی، شما مقصرید، نه کسی که به شما فروخته، چون اینستراکشن اون سمنت رو نخوندید. این هم در جریان باشید. خب سالدر و بریز. سالدر پلامرا، ما پلامرا سالدر استفاده میکنیم، همون چیزی که به عنوان لحیم کاری که همه ما زمانی استفاده کردیم، چهار تا برد رو میخواستیم لحیم کنیم، سنگ اخبار درست کنیم، این برانور. به هر حال سالدرینگ نیازی نیست من به شما آموزش بدم که چجوری سالدر کنید، یوتیوب کنید، همه چیز هستش، خیلی خیلی ساده است. بریزینگ دوباره برمیگردم به لوله های اندرگراوند. بریزینگ با سیلفاس انجام میشه تو حرارتی خیلی بیشتر از سالدرینگ، با بی تنک انجام میشه نه با مپ. و خدمتتون عرض کنم که بیشتر بچه‌هایی که توی کار اچ‌وک هستن، گس تکنیشن‌ها، از بریزینگ استفاده میکنن. اما جدیداً آنتریو بعضی از به اصطلاح ریجن‌های تو آنتریو، یورک ریجن هنوز قبول میکنه ولی دورم ریجن قبول نمیکنه. شما وقتی که لوله‌ای، مثلا میگم شما وقتی که لوله‌ای رو اندرگراوند کاپر دارید کار میکنید، بریزینگ و سالدرینگ فقط برای کاپر هستش، در جریان باشید. وقتی که دارید اندرگراوند یه لوله‌ای رو استفاده میکنید و مثلا لوله شما پینچ شده یا یه معمولا 200 فیت بیشتر نمیاد کارخونه ای، اگر شما بخواید اوردر هم بدید، لوله های اندرگراوند تایپ کی که برای سرویس پایپ استفاده میشه 200 فیت بیشتر نمیاد مکس. حالا از کرب استاپ دم در خونه تا مکانیکال روم داخل خونه، یک خونه هستش که خیلی بزرگه و شما میخواید همشو کاپر ببرید، کاستومر به شما اجازه نمیده که پکس ای ببرید،
همشو کاپر ببرید. خب اونجا و توی دورم ریجن هستید، توی مثلا ایجکس هست، چه اتفاقی میفته؟ شما اینجا نمیتونین کورپوریشن کاپلینگ بزنید، اینجا فقط باید بریزش کنید، چون اونجا میگن اگر شما کورپوریشن کاپلینگ بزنید کراس کانکشن میشه، به خاطر که اوید کنین کراس کانکشن رو باید بریزش کنید. بچه هایی که الان متاسفانه بریزینگ یاد نگرفتن همه دست به دامن دوستان اچوکشون هستن که یه بی تنک ازشون بگیرن، یه سیلفاس رو که میخوان یه بریز ساده بکنن، $400 باید پول بدن بچه های اچوک. ولی وقتی خودتون شما یاد بگیری بریز کردن و سیلفاس زدن و خیلی راحت میتونید سیلفاستون رو بزنید 5 دقیقه، یه بی تنک دستتون بگیرید 5 دقیقه بزنید، نیاز به کسی هم نداشته باشید. این یکی از بایلاهایی که جدید عرض کردم هر روز داره جدید 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 میشه، همه متد داره عوض میشه، باید یاد بگیری. خب در مورد پکس عرض کردم خدمتون کریمپ داریم، پینچ داریم و اکسپنشن رینگ داریم، مکانیکال جوینت رو که بهتون گفتم، ثرد همونی که ما ایرانی ها خیلی باهاش آشنا هستیم، پایپ دوپ میزنیم، یه ذره تفلون تیپ میزنیم و جانم نوار تفلون تعمیر کنف میگفتن. بله حالا کنف که دیگه خیلی وقت چیز شده تفلون و پایپ دو. فارسیش میشه خمیر جان؟ هیچ فارسیشو گفتم میشه خمیر. آها آره اوز بعد... میخوام یه سوال میتونم داشته باشم برای که گفتیم بعد یه مبلغی به عنوان $400 بدیم برای جوین کردن، اونو بعد دورشو بگذرونیم که مدرکشو بگیریم؟ نه. آخه پلامرها ببخشید، پلامرها الان یه مقدار سوسول شدن، عذر میخوام که اینو میگن، مثلا بی تنک استفاده نمیکنن، استیلن استفاده نمیکنن، میرن یه دونه از این مپ های کوچیک میگیرن، از با مپ استفاده میکنن، مپ متاسفانه جواب نمیده، باید بی تنک داشته باشی، تورچ معمولی جواب نمیده، باید توربو تورچ داشته باشی. این چیزایی که باید شما داشته باشین به عنوان یه پلامری که کامل باشه. حالا خیلی هم نمیخواد کامل باشین، من دارم هی با دیتیل به شما میگم روز اول که ببخشید که میگم، عذر میخوام از دوستان، شاید بعضیا ببینن که یکم سخته، سرشون درد گرفت، آقا داریم منفجر میشیم چقدر اطلاعات، اشکال نداره، ممکنه همه اینا نباشه تو امتحان، ولی شما باید حداقل یه بار اینا رو بشنوید، حداقل یه بار. وقتی که اینو مرور میکنید برای امتحان به اصطلاح کدتون، میبینید چقدر ساده بود. مرتضی گفت سیلفاس، خب بریز باید بکنید. اگر به شما گفتن دو تا راه وجود داره که لوله ها رو در آنتریو یا در کانادا، لوله های آندرگراوند رو اوید کنین از کراس کانکشن، چه چیزایی هست؟ دو تا راهه، کورپوریشن کاپلینگ و بریزینگ. غیر از این راه دیگه نداره، یعنی شما کاری دیگه نمیتونید انجام. این حالا چون شما چند بار تکرارش کردید، توی مبحث اولتون فرمودید که ما اندرگراوند رو به هیچ عنوان نمیتونیم کاپلینگی باش داشته باشیم، باید دولمون یه تکه باشه. حالا این حالا اگه سوال اومد، خب ما باید بگیم واقعا میتونیم بریز جزو کانکشن رو در نظر بگیم یا بگیم نه به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفته، منظورم از لحاظ علمی اون سو سال اومدنش هستش. ببینید مثلا میگم شما، خیلی سوالتون خیلی قشنگه، همیشه قانونگذار برای هر اتفاقی یه اکسپشن داره، توجه فرمودین؟ مثلا برقکارا زمانی که دارن مثلا با وایر زیر موزاییک رو، زیر سرامیک رو توی واشروم دارن وایر کشی میکنن، اگر اون کسی که داره سرامیک میکنه بزنه یه تیکه وایر رو بپکونه، چه اتفاقی میفته؟ کل مسیر رو باید عوض کنن دوباره. نه دیگه، نه
جانکشن باکس با استفاده کنه دیگه. جانکشن باکس نیست خیر، اونجا یه به اصطلاح کاپلینگ مخصوصه، مثل همین بریزینگ که ما انجام میدیم، اونا اون کاپلینگ مخصوص رو دارن، خیلی هم گرونه، میزنن درست میشه. در حقیقت این دیده شده. این برای زمانی که مثلا میگم شما یه تیکه بولدر، یه تیکه سنگ میفته رو پایپتون، شما ترنچ کردین 12 فیت پایین، یه تیکه سنگ میفته روی چیز، بعد میخواین چیکار کنین؟ میخواین مثلا میگم یه $4,000 یه سرویس پایپتون رو عوض کنید؟ نمیشه دیگه، درسته؟ نمیشه، درسته. یا مثلا اگر از کرب استاپتون تا داخل خونه، توجه فرمودید؟ یه چیزی هولوش مثلا 2000 فیت باشه و شما 200 فیت بیشتر پایپ نداشته باشید، 10 تا از اونا با هم در بس کنید. توجه فرمودید؟ خونه هایی هستن که واقعا خیلی از اول خونه تا آخر خونه شما باید تاکسی بگیری بری، استیت لاتا. شما چی کار میکنید برای اون؟ همین تو همین ریچمون هیل خونه هایی هستش که خودتون میدونید حداقل 400 فیت لینیر فیت از کرب استاپ تا مکانیکال رومشون فاصله است. حداقل شما 200 فیتی باید باشه، یا باید از گریت لیکس 400 فیتی اوردر بدید که اون خیلی گرون در میاد. توجه فرمودین؟ بله. مکانیکال جوینت ترد گروو. گروو چیه؟ گروو همون در حقیقت یه نوع الان خیلی مرسوم هستش، ما باهاش کاری نداریم ولی باید بدونیم. لوله های کربن استیل یا بلک آیرن بیشتر لوله های کربن استیل رو گروو میکنن در سایز های بالا، سایز 2, 3, 4, 6, 8. و برای مثلا میگم مجتمع های تجاری وقتی که میخوان فایر سپرینکلر نصب کنن، این لوله ها رو گروو میکنن و اینا رو با یه مکانیکال جوینت ها رو به هم وصل میکنن. خیلی چیز قشنگیه، جدیدن مد شده و خیلی هم گرونه. جدیدن که تقریبا 7-8 ساله تو کانادا مد شده. یه حالت فلنچی و جوشگاهی رو انجام نمیدن، میان گرووش میکنن. دستگاهاش هم دستگاه ریجید، گروو ریجید هستش، میتونید در موردش مطالعه کنید. فلنچ هم که میدونید اونایی که تو ایران کار کردن قطعا با فلنچ آشنایی دارن. اینجا هم که دیگه فلنچ برای لوله های سایز بالا فلنچ استفاده میشه و خیلی هم خوبه. ولدینگ با سالدرینگ کاملا فرق میکنه، در جریان باشید. ولدینگ رو فقط گازکشا، کسایی که دارن HVAC کار میکنن، گاز تکنیشن ها استفاده میکنن. ما توی کارمون توی سایزهای بالا ولدینگ داریم. ما در حقیقت توی کارمون خیلی خیلی ولدینگ کم داریم. اگر ولدینگ هم استفاده کنیم با تیگ استفاده میکنیم، در جریان باشید. ولدینگ، آرک ولدینگ داریم، تیگ داریم و میک داریم، باید بدونید، ولی خیلی استفاده نمیشه. و کامپرشن رینگ ها هستش که این تو آمریکا خیلی استفاده میشه. اگه نگاه کنید بیشتر این شیرای پیسوار یا شاد آف ولوا یا مینی ولوا بیشتر داره از کامپرشن، با کامپرشن رینگ داره استفاده میشه. خب دوستان، یه مسئله خیلی 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 مهم که بیشتر دوستان ایرانی توش مشکل دارن، این داستان میجرمنت. خیلی ساده است ولی ایرادا بیشتر تو این پیدا میشه و من متاسفانه پلامرهای میبینم که سالیان سال دارن کار میکنن و هنوز از اون حالت متریک سویچ نکردن تو امپریال و مشکل هم پیدا میکنن. و دوستی رو ما داریم که خیلی ساله، متاسفانه پلامر خیلی خیلی خوبی هم هست، ولی به خاطر همینی که وایستاده رو قضیه متریک نتونسته امتحانش رو پس کنه. کوچکترین واحدی که ما در به اصطلاح امپریال استفاده میکنیم تو پلامینگ 132 هستش، در جریان باشید. 1.32 من اینجا براتون کشیدم، یعنی عکسش رو گذاشتم. ببینید
اگر ما یک اینچ رو از صفر تا یک اینچ رو به دو قسمت تقسیم کنیم، وسطش میشه 7. این 7 رو به دو قسمت تقسیم کنیم میشه کوارتر. کوارتر رو به دو قسمت تقسیم کنیم میشه 1/8، و 1/8 رو به دو قسمت تقسیم کنیم میشه 1/16، و 1/16 رو به دو قسمت تقسیم کنیم میشه 1/32. ما تا 1/32 باید بریم. در جریان باشید، باید بدونید. امکانش خیلی کمه تو امتحان، ولی 1/32 هم دیده شده که اومده. در جریان باشید. ولی اون چیزی که تا الان کمک کرده همین 1/16ه. یعنی کوچکترین واحدی که الان به شما اگر اینو دادن، خیلی ساده از صفر تا یک رو به شما میدن، بقیهش میگن چیه، گوش میزنید، خیلی ساده تقسیم کنید. یعنی دیگه از این ساده تر نمیشه. تقسیم کنید یا مخرجش رو ضرب در دو کنید. 7 quarter 1/8 1/16 1/32، that's all. بعد تو امتحان به قدری وقت زیاد دارید که اگر مثلا 1/16 رو مثلا اومد بعد از 9/16 1/32 گذاشت، شما همین 9/16 رو پلاس 1/32 بکنید، مخرجش رو مشترک کنید، بذارید. تموم. دان. ببخشید من متوجه نشدم. برای چی باید مخرج بگیریم؟ ببینید. این سیرکل ها میبینید شما الان اینجا؟ یه سانتیمتر. این چی که اینجا هستش میبینم. بله. نه. این سیرکل ماوس من رو میبینید بعد از 9/16؟ نه. آره ببخشت. بله الان رویت شد. حق با شماست. خب چی شد؟ الان هستش. من بخواب اینجا چیز بکشم، یه درا کنم. من اجازه نمیده. الان دیدید بعد از 9/16 اینجا؟ بله. آره؟ بله. خب ببینید، مثلا میگم اگر این نقطه رو به شما داد تو امتحان و گفت این چنده، خب میگید من که تا 9/16 بیشتر نخوندم. ببینید الان شما دارین 1/16 رو میخونید، 13/16 رو میخونید، 15/16 رو میخونید. اونجا دیگه به شما نمیده اینا رو. از 0 تا 1 زده، بعد میگه این چیه؟ توجه کردی؟ خیلی ساده. میگه همینا رو تقسیم میکنید. میگید از 0 تا 1 میشه 7. از 0 تا 7 میشه 1/4, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8. 6/8 میشه چی؟ 3/4. خیلی ساده است. ولی اینو باید بدونید. چون متاسفانه توی همین قضیه ایرانی ها خیلی مشکل دارن. بسیار هم ساده است. اینقدر ساده است کانسپتش. یعنی یه مخرج مشترک گرفتنه. خیلی ساده. شما 1/32 رو به 9/16 اضافه کنید. درسته؟ صورت و مخرج رو در دو ضرب کنید. 18 + 1 = 19 / 32. 19/32. That's all. پیدا شد. این یکی از سوالای امتحانه. همیشه هم میاد. یعنی چند تا سوال بیس این همین میجرمنت میاد. لطفاً روی میلیمتر خیلی تاکید نکنید. حتما اینچ رو یاد بگیرید. حتما. این واقعا این تأکید منه. اگر اینچ رو یاد نگرفتید، متاسفانه پس کردن امتحان یه ذره سخته. آخه چیزی هم نداره، بسیار بسیار ساده است. یا میتونید اینجوری بگید، بگید خط بزرگ، خط بزرگ از 0 تا 1 من یه فلش کشیدم. همه میبینن؟ بله.
خط عدده، پایین تر از اونش هفه، بعد کوارتره، بعد ایته، بعد سیکستینه، بعدم 32. نایس. بعد دونه 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 از صفر بشمرید بیاید. حالا میخواید شما خط هر خطی که یادتون موند و بشمرید. میگه خط کوارتر یادم موند، سه تا یک کوارتر رفتی میشه 3 کوارتر. خط 8 یادتون موند، 7 تا 1 8 رفتید میشه 7 8. ببخشید این بین خط آبی که بین 9 16 و 5 8 تون کشیدید، این خط آبی بین این دو تا رو چجوری به دست آوردین؟ یه بار دیگه ببینید بین این دو تا دیگه دلیل چیزی نداره که ما برامون این همینه. مثلا کوارتر و هفت و تیر کوارتر رو وانیم چه بین این 9 16 هم باز عدده. بله عرض کردم خدمتون 132 هم ما داریم دیگه. بله بله بله. یعنی اگر شما مثلا ببینید اینجا چه محاسبه کردید بین 9 16 هم و 5 8 هم الان چه عددی میشه؟ من اینو به یه مثال یه چیز کردم، یه مثال خیلی یعنی همینجوری گفتم. پس اون میشه پس ما اینو یاد بگیریم که فایت میکنه بین 9 16 و 5 8 چیزی نیست، یعنی در واقع نه 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 من همینجوری بهتون گفتم. من همینجوری بهتون گفتم ببینید عرض کردم مثلا الان یه 32 به 9 16 اضافه شده دیگه، درسته؟ درسته. میشه الان 19 32 باری که الله تمام شد دست. اوکی همین خیلی ساده است. ببین خیلی خیلی ساده است، ولی همین چیز خیلی ساده باعث افتادن خیلی ها میشه متاسفانه. متاسفانه. خب اینا که دیگه باید از بر باشید. 1 اینچ میشه 2.54 سانتی متر، 2.51 نمیشه، 2.5 نمیشه، 2.56 نمیشه، 2.54 خیلی حواستون باشه. 1 فوت 12 اینچه، 1 متر 3.28 3.3 نیست، اشتباه نکنید. اینا توی امتحان همش میاد. اینا که من نوشتم برای شما بیست حداقل بهتون بگم. ببینید این یه دونه، این دوتا، این سه تا، این 4 تا و اینم 5 تا. یه دونه مهندس زحمت کشته، مهندس امانی 400 صفحه برای من فرستادن، لطف کردن. بله گفتن اونم بخون. ببینید اینا اسانس اون چیزی که تو اینا هست. اگر اینو نتونید حفظ کنید دیگه من متاسفم. کاری از دست من بر نمیاد تو امتحان. نه خیلی خیلی ساده است، یعنی واقعا باید بدونید 2.54 و 3.28 و 14.5 اینا دیگه خیلی 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 ساده است. خب موافقیم برگردیم سال یکی بعدی، اسلاید بعدی. خب دوستان تولزایی که نیاز دارید خیلی زیاد نیست، یه چیزی هولوش بین $600 تا $650 مکسیموم شما نیاز دارید. فقط تنها این فلش ها رو ببینید شما اینجا. بله بله هنوز؟ بله بله. فلش ها چجوری میره؟ آره. درست شد؟ بله بله. اوکی خواهش میکنم. ببینید دوستان پایپ کاتر یه دونه بیشتر نیاز ندارید و اونم این پایپ کاتر، همین رید. این پایپ کاتر، این پایپ کاتر ریده. لطفاً هیچ پایپ کاتر دیگه غیر از این نخرید، یا اگر دیدید یا از آمازون بخرید یا از جای دیگه، فقط رید بخرید، ریجید یا هیچ اسم دیگه نخرید، چون این پایپ کاتر 40 سال برای شما کار میکنه.
این آدمایی هستن که 40 سال این پایپ کاتر رو دارن، فقط تیغش رو عوض میکنن. همین تیغش هم تیغایی که جدیدن اومده هم برای ABS خوبه، هم برای PVC خوبه و هم برای کاپر، یعنی همه چی رو کاور میکنه. شما یه پکس کاتر میخواید که اینجاست قرمزه که اینو ریجیده بهتون معرفی میکنم، یه تیوب کاتر میخواید اینم ریجیده. خب گلوپاد، من توصیه‌ام اینه که حداقل 3 گلوپاد داشته باشید، حداقل یه دونه سمنت ABS روش بنویسید، یه دونه XFR باشه یا همون سیستم 15، یه دونه هم چسب آندرگراوند PVC 40. اینا رو بهتون توضیح میدم. تولز باکس سالید بر ندارید، تولز باکستون یه چیز پارچه‌ای باشه مثل این. اینم از هوم دیپو میتونید بگیرید، فکر کنم حدود $35 الانم رو سله. کریمپر، فقط کریمپر ماسترز استفاده کنید، چون بقیه کریمپرها ادجاستش از بین میره و کالیبره کردنش سخته. کریمپر ماسترز برای حداقل 1 سال، اگر دراپش نکنید از خیلی بلندی، 1 سال حداقل براتون کار میکنه با کالیبره کارخونه، بعد دوباره خودتون کالیبرش کن. شما یه سالدرینگ تورچ میخواید، این سالدرینگ تورچ من اینو به شما معرفی میکنم، توربو تورچه و حداقل یه چیزی باشه که شلنگش اگر شما رفتین توی نردوان مثلا 7 فیتی 8 فیتی شلنگش برسه. اگر تورچتون رو پایین گذاشتین، اگر سیلندرتون رو پایین گذاشتید، این بیاد بالا. تیپی که استفاده میکنید تیپ معمولی استفاده نکنید، همیشه تیپ توربو استفاده کنید. تیپ های توربو خیلی برای شما مغروم به صرفه تر هست. ممکنه تیپ معمولی مثلا باشه $40، تیپ توربو باشه مثلا میگم $80، ولی توی مصرف گستون خیلی تأثیر داره. یه رچت کاتر بگیرید، رچت کاترتون فقط رجت باشه و یه 516 نات درایور. تمام چیزی که یه پلامر لازم داره که شروع به کار کنی، یه پلامر حرفه‌ای. غیر از این هر چی دیگه ببرید سر کار میفهمن حرفه‌ای نیستی. در جریان باشید. اگر میخواید حرفه‌ای کار کنید، حرفه‌ای هم لباس بپوشید، حرفه‌ای صحبت کنید، حرفه‌ای همه چیتون حرفه‌ای باشه. من متاسفانه دوست ندارم از خودم تعریف کنم چون کار قشنگی نیست، اما دوستانی که پیش من کار یاد گرفتن به جرات میتونم بگم جزو حرفه‌ای ها این شهر، یعنی قشنگ وقتی که اردر میخوان به من بدن اردرشون رو درست میدن. یعنی اگر من فارسی زبان روی کانتر نباشم، هر کس انگلیسی زبانم باشه میتونه اردرشون رو بگیره کامل. مشتریاشون اکثرا کانادایی هن، اکثرا مشتریای درست حسابی هستن، نه که خدا نکرده مشتری ایرانی درست حسابی نباشه، خیر، منظورم اینه که خودشون رو محدود نکردن، کارهای بزرگتر گرفتن. روی این حساب روی دیتیلا باید خیلی دقت کنید، دیتیله که شما رو متمایز میکنه از دیگران. شما میتونید یک رچت کاتر داشته باشید، از آمازون هم گرفته باشید، ولی اون رچت کاترتون اگه ریجید نباشه کارتون رو راه نمیندازه. اگه گلوتون رو توی کن خودش استفاده کنید، این آنپروفشناله. شما باید برای هر سمنتی یک گلوپاد خودش رو داشته باشید. این باعث میشه که خودتون ارگانایز بشین، دیسپلین بهتون میده تو کارتون. مثل این میمونه که ماشینتون هم ارگانایز بشه. حالا به اون قضایی ها میرسیم، خیلی نمیخوام پرحرفی کنم، ببخشید. فکر کنم که آها، بعد میرسیم به داستان فیتینگ ها. بچه ها ساعت چند شد دستی؟ اوکی.
میرسیم به داستان فیتینگا. ببینید زاویه ها خیلی مهمه در پلامینگ و ما توی زاویه ها کسایی که مثلثات و یه مقدار سه‌بعدی سازی بلدن توی ذهنشون انجام بدن خیلی موفق ترن. اونایی که شاید از سنشون از من پایین تر باشه فکر میکنم البته مثل آقای معروسی عزیز اونا مثلثات خوندن توی دبیرستان، ماها خیلی مثلثات نخوندیم. مثلثات تو پلامینگ خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم یه حجم و در حقیقت بود داشته باشیم قبل از اینکه شما کاری رو میخواین انجام بدیم. ببینید قبل اینکه بخوام توضیح بدم در مورد فیتینگا و زوایا، یه داستانی رو از یه دوستی میخوام براتون تعریف کنم. هفته پیش این اتفاقی که افتاده بود، یه خونه بود، خونه ای که مال در حقیقت میراث فرهنگی بود و این خونه باید همه ی لوله کشیش کاپر می بود و از روی کار، یعنی هیچی پشت دیوار نبود، همه چی اکسپوز بود. شاید 50 پلامبر بهشون گفته بودن قبول نکرده بودن، ولی این دوست ما قبول کرد این کار رو. چرا قبول کرد؟ به خاطر اینکه مهندس بود، یک، دو، میدونست که چجوری سالدر کنه با کاپر، و مسئله سومش هم این بود که میتونست از فضا چجوری استفاده کنه که هم کد جواب بده و هم زیبایی داشته باشه. شما فقط کارتون این نیستش که یه جایی توالت رو فلاش کنن آب بره پایین، that's it, that's all. نه، یه وقتایی هم هستش که اون زیبایی، یعنی مثل یه مهندس معمار میمونید، شما باید از فضا به بهترین نحو بر اساس کدتون استفاده کنید. خیلی وقتا کد به شما اجازه نمیده که یه جایی دراپ کنید، یه جایی برید. به هر حال این زوایا رو وقتی که با کد قاطی میکنید، یعنی یه میکسچر در میاد، یه چیز قشنگی در میاد که بعداً وقتی خودتون میبینید لذت میبرید و میگید واو این کار منه. لانگ استوری شورت، دوستمون 16,000 دلار بابت 2 روز کار گرفتن برای اون خونه هریتیج، و من، یعنی من خودم خیلی پوشش کردم، گفتم که برو نترس. گفتش نه اینجوری میشه، ممکنه مثلا نخوام، ممکنه اینجوری بشه، متریالش گرونه. گفتم نه برو اگه جای موندی با من ویدیو کال کن. و کارش بدونی که ویدیو کال بکنه، کارش بسیار زیبا و شیک و تمیز در اومد. 16,000 دلار هم پول گرفت اومد بیرون. منظورم از این که فکر نکنید که همه چیز زیر زمینه یا پشت دیواره یا هر چیز. شما باید یه مقدار مثلثات بدونید، یه مقدار سه‌بعدی سازی بدونید و یه مقداری از اون هوش خودتون استفاده کنید که فضاها رو به نحو احسن بدونی که کدتون وایلیت بشه استفاده کنید. چون وقتی که تمام زحمت یه پلامر اینه که کدش وایلیت نشه، اینسپکتر نیاد بهش بگه که اوه شما کد رو وایلیت کردی، خب همه رو بریز پایین، این قسمت رو درست کن. باید اول فکر کرد، ترسیم کنید روی مغزتون، روی ذهنتون و روی دست، روی صفحتون، بعد شروع کنید به کار و وقتی که رفتید میبینید که چه ثمره قشنگی. خب در مورد زاویه‌هایی که ما داریم، از زاویه کم براتون شروع کنم. 22.5 هسته، 45، 90 و 180. که 22.5 اگر شما یه خط این شکلی، اگر شما یه خط مستقیم پشت این بذارید و یه خط اینجوری هم باشه، این زاویه میشه چقدر؟ 22.5. همه منو دارید؟ بله. این زاویه الان میشه چقدر؟ 45.
90 صدو؟ 80 پرفکت. خب ما قبلا 60 درجه هم داشتیم قبلا، ولی الان دیگه نداریم. حواستون باشه بر مبنای 60 درجه هیچ وقت نرید جلو، خیلی حواستون باشه. حالا همین لوله های پلاستیک و همین فیتینگ های پلاستیک رو شما این همین رو تو کاپر هم دارید، تو دی دابلیو تو کاپر دی دابلیو بی ببخشید، این همین رو دارید. وقتی که اکسپوز هستش، شما بعضی رستوران ها که میرید یا مثلا میگم جایی که هریتیج هستش تو داونتاون تشریف میبرید، تمام لوله ها کاپر و همه اکسپوزه. حواستون باشه از چه زاویه‌ای استفاده میکنید. 22.5 دارید، 45 دارید، 90 دارید و کاپلینگ همون 180 درجه. در مورد پی پی اس یو یا پکس فیتینگ ها 90 دارید و 180، بیشتر از این دیگه ندارید. یعنی شما 22.5 یا 45 درجه ندارید. در مورد کاپر پرشران 45 و 90 و 180 دارید. اینا دیگه تو کار دستتون میاد، فکر کردم شاید به دردتون بخوره. از اون پی پی سی ما سرایی هم داریم جان، از اون لوله پی پی سی. پی پی سی بله بله، سرایی که خیلی داریم. من زوایا رو بهتون گفتم، سرایی ها یا تو 45 یا توی 90. توجه فرمودی؟ سراحی ها یا 45 یا 90. خب برگردیم. خب تمام شد. ما میتونیم یک حدود 5 دقیقه اگر موافق باشید، من میرم یه سری متریال از همین پایین جمع میکنم میارم به شما نشون بدم. 5 دقیقه لطفاً یه آبی چای نمیدونم کافی بخورید تا باشه. یه خواهش میکنم بکنم تا موقع سوالاتتونم اگر هستش لطفاً بنویسید. جانم کوروش جان، یه همون یه 5 دقیقه آخر سر، یه 10 دقیقه هر جلسه. نه 10 دقیقه برای سوال میذاریم. مرسی، همون بس. چون از اون برم 10 دقیقه ما دیر شروع کردیم، تا 10 و 10 دقیقه فرصت داریم. هر جلسه مثلا یه 5 دقیقه آخرش اگه هر کی سوالی چیزی آف کورس آف کورس. مهمترین قسمت کار سوالاته. مرسی. چون از سوالاته که میپرسیم. منم سعی میکنم دونه دونه از بچه‌ها بپرسم، از دوستان سوال بپرسم، ببینم که واقعا تا کجا با من اومدن جلو. چون بار اولمونه، ما نمیدونیم که بچه ها تو چه سطحی هستن. مرسی. اوکی مرسی، پس میبینم اتون چند دقیقه دیگه. من خب الان
تو میخوای با اینا کار کنی در اون تو میخوای کسی اینجوری دعوا کنی که خیلی نفهم خیلی نفهم بابا این از مقابل تشنیه این چی مایکتون روشنه چی؟ میگه میکروفون خب دوستان یه حضور غیاب بکنیم از پایین شروع کنیم آقای یوسفی زاد خسته نباشید Recording in progress. خسته نباشید. مرسی. جانم در خدمت هستم. یه حضور غیابی بکنیم. بله در خدمت هستم. حسین آقای کاشانی آقا علی رضا دوستان بریم بفرمایید خواهش می‌کنم ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم این کاپره دیده میشه چی نوشته روش؟ آقا یک بله. کروش ایزدی نمیبینم THD از DWVش بخون DWV مال چی بود؟ What does DWV stand for? Drain vent. مرسی آقای رنجبر. بله drain vent vents. خب
ببینید جفت اینا 1.5 اینچه درست؟ بله. سالدرخور اینو ببینید، سالدرخور اینو ببینید. دوربینتون بچه گرفتم. بله یکم بیرون عقب‌تر بهتر، الان خوبه. درسته؟ بله. سالدر یعنی از اینجا تا اینجا سالدر میشه. میشه دیده ببینید. ببینید. almost دو برابر. درسته؟ بله. خب یعنی شما اگر رفتید مثلا میگم یه جای شروع به کار کردید، به شما گفتن برو اینچن کوارتر بیار، اینچن کوارتر دی دبلیو وی بیار، رفتید اینا رو برداشتید، بدونید که دی دبلیو وی اولا روش نوشته دی دبلیو وی، حالا اگر فید شده بود به هر دلیلی سالدر خورش مشخصه. حالا من اینجوری میگیرم، ببینید علاوه اسکیجول علاوه قطر فرقی میکنه؟ نه اصلا. این سال امتحانه به همین سادگی. یعنی شما تو این جلسه حداقل 15 تا سال امتحانو خیلی راحت یاد گرفت. وقتی که رفتیم روی سالای امتحان بعد میفهمید چقدر ساده بود. خب همینه، کانسپت رو باید یاد بگیرید. خوندن فایده نداره، خوندن الکی تو تیواری فایده نداره. کانسپت شما وقتتون، شما بچه های 14-15 ساله نیستید، همه زندگی دارید، همه خانواده دارید، همه باید وقتتون رو روی چیزی بذارید که به درتون بخوره. نید لحظه لحظه زندگیتون ارزش داره، همه ما، همه شما. پس درست همینجا یاد بگیرید، بعدش یه رو یه سرچ کوچیک بکنید، همه چی اومده تو ذهنتون تموم شده. هفته دیگه جلسه بعد یه 10 دقیقه در مورد این جلسه صحبت میکنیم، یه چند تا سوال از دوستان میپرسم که مشخص بشه کیا با من دارن پا به پا میان، بعد میریم جلو دیگه. اگه دیدیم واقعا موتورمون روشن شد میریم تا انشالله جام جهانی. خب دوستانی که فرق این دوتا رو میدونن لطفا به من بگن. یکیش برای وزبوه، یکیش برای لوله آب مصرفی که با رینگ کاتر استفاده میکنه، یکیش برای پکس، یکیش برای وزبو. باریکل. خب جناب مروسی عزیز، وزبو من چند تا اسم دیگه هم گفتم، میتونید بگید چیه؟ اجازه بدید تقلب کنم چون فراموش کردم. هیچ مسئله نیست، بفرمایید. من به حضورتون که ورزبو همون لوله‌ای هست که اکسپند میشه و در واقع F1960 میشه. خواهش کنم اصلاً فارسی نگید، یعنی F1960 لطفا. F1960 هست که در واقع 60 عزم میخوام. بله 960 هست که پروپکس هم بهش میگن. بسیار عالی، ممنونم. F1960 پروپکس، پکس ای، اکسپندبل، اکسپندد، هر چی که بود در جریان باشید. حالا دوستان محبت کنن ببینید این هفینچه، اینم هفینچه، چه چیزی شما الان این وسط میبینید؟ چه مشکلی هستش اینجا؟ یعنی چه دیفرنسی اینجا هستش؟ دایامتر 15% وزبو بزرگتره. جان بفرمایید. دایامتر در واقع پکس بیشتر هست، یعنی خروجی فکر کنم دبیش بیشتر باشه. باریکلا. ببینید ما در دبی اینجا بیشتر در فلامینگ دبی رو رو والیوم، حالا یه مقدار که جلوتر رفتیم با هم صحبت میکنیم روابط، یعنی اون قانون برنولی که بچه‌هایی که توی چیز خوندن، قانونی هستش که سرعت، فشار و والیوم رو به هم مرتبط میکنه. یواش یواش میریم، یعنی مال یه مقدار مال در حقیقت دوره پیشرفتمون هستش، ولی من اگر دیدم همه دارن با من میان جلو میریم جلو، اصلا کاری نداریم که این دوره فقط برای بیسیکه. توجه کردی؟
یعنی طوری میریم جلو که برای اون دوره دیگه راحت باشیم، یعنی بدونیم که فقط داریم مرور میکنیم، فقط تست بزنیم. اگه واقعا دیدم بچه‌ها واقعا اون شور و حال رو دارن، میریم ان شاءالله شاید زودتر هم تموم شد. یعنی مثلا میگم مارچ ما 12 تا خروجی خوب داشته باشیم ان شاءالله. یعنی من نمیخوام پس کنید، من میخوام با 95 90 به بالا پس کنید. پس کردن برای بچه ایرانی چیزی نیست. پس نمیخوام، پس کسی پس نمیام، نهت پیش من میگم من پس کردم، شیرینی بیاره پس کردم. پس کردن فایده نداره. تو این کلاس نشستی با 90 به بالا بیاری. خب اینم از این. حالا دو تا چیز کوچیک دیگه هم داریم دیگه، همین. ببینید به این میگن ام جی برای کستارونه. خب خیلی چیز ساده ایه. بچه ها به این چی میگن؟ فارسی چی میشه؟ آکاردئون. فارسیشو بگیم. باریکلا. کنگره ای. خب انگلیسیش چی میشه؟ جوینت. نه انگلیسیش میشه کوروگیتد. کوروگیتد. خب این کوروگیتده. خب یعنی اگر به شما گفتن corrugated metal sheet metal shield برای چی استفاده میشه؟ واسه ام جی. این چیه؟ گسکت. رابرش. نه این رابر. خب این رابره، ولی اگر به شما گفتن اینجا دیده بشه، ابتر بگیری دیده میشه، به صورتتون بگیری حدودا معلوم میشه. بهتر الان بر زرسا من یه چیزش کنم بذاریم خوبه، همینجا خوبه. شما این فیلترتون رو بردادی مشکل حل میشه. آره همون کار میخوام بکنم. چشم یه لحظه الان بهتر شد. درست الان. خب ببینید اینجا میتونیم بخونی چی نوشته روش؟ معلوم نیم. نوشته نیوپرن. نیوپرن. نو هاپ نیوپرن. خب در حقیقت یه ام جی کاپلینگ از دو تا المنت تشکیل شده، یه دونه کوروگیتد متال شیلد، درست، یه دونه هم نیوپرین یا نو هاپ بهش میگن، نو هاپ کاپلینگ، نو هاپ رابر، نیوپرین رابر، هر چیزی بتونم بهش بگم. ولی در جریان باشید که این نیوپرین هم اگر تو امتحان اومد اینه. این چیه؟ فرنیکو. چی؟ فرنیکو. نه اون کی گفت فرنیکو کی بود؟ من. نه دستشو بالا کنه. آره. یه بار دیگه اشتباه بگی فرنیکو یا فرنیکول یا فرانکو یا هر چی مثل این، نه یا سر کلاس درست یاد بگیر، مزحکه نکنین خودتونو وقتی که میرین تو نوبل میگی فرنیکو بده، بعد همه با میستن میخندن میگن ایرانی ها رو ببین چقدر بی سوادن. فرنکو چقدر سخته، خیلی ساده است. فرنکو کاپلینگ. حالا این فرنکو کاپلینگ جان فرنکو خب بذار برم اینجا فرنکو. اینجا دیدید فرنکو. فرنکو آره دیدم.
قبل از ام جی خط اول ته دست است. درست شد؟ درنکو. خب دوستان بریم آقای رنجبر و آقای کوروش ایزدی امروز و یه دوست دیگه ببخشید. و آقای معروسی. مرسی بابت پارتیسیپیشنتون. جواباتون عالی بود. خب دوستان بریم، من هر سوالی باشه در خدمت هست به هر موقعی شب. من بپرسم شما آقای ایزدی هم کوروش جانم کوروش هم بفهم. یه سوالی، من یه سری دستگاه خمکن از اروپا به خودم آوردم که لولای کاپر ما میتونیم خم کنیم. بله. آیا اون اگه من لوله کاپر رو توی کانادا خم کنم استاندارد کد یعنی You are not allowed. یعنی چی؟ You are not allowed. اوکی نمیتونم استفاده کنم. نو. خب یه سوالی هم من دارم ببخشید. جونم بفهمید. جان میرزایی درسته؟ بله میرزایی هست. جان آقای میرزایی. این کتاب کد ها رو ما باید تهیه کنیم دیگه 100%. توی دوره بعدی، توی این دوره نه. لازم. بعد این مطالبی که اینجا ارائه می‌فرمایین و به عنوان جایی هست دسترسی داشته باشیم یا؟ من همه‌شو دونه دونه خودم نوشتم، همش توی وبسایت فناوران و توی این لینکاشون هست، همه چی هستش. آها منظور موجوده واسه میتونیم دسترسی. همه چی هست. ببینید من کاری که دارم میکنم، دارم اساره و اسنس این چیزها رو برای شما در میارم. خیلی زیاده، خب نمیخوام فریک آوت کنید همون اول کار، درست؟ و دوست دارم کسایی که واقعا میخوان پلامبر خوبی بشن بیان تو این داستان. رپرزنتیتیو های خوبی باید باشین، honestly کامیونیتی نیاز داره، چون قبلا کامیونیتی ما یه مقداری ببخشید خیلی خیلی خوب تو این زمینه عمل نکرد، یعنی تو هیچ زمینه خوب عمل نکرد. ولی شاید بتونیم چون آدمایی که من دارم میبینم دارن میان تو این داستان و تو این زمینه، ما از کاستومرامون میفهمیم دیگه. خیلی ماشاءالله بزنم به تخته نالجبل و آدمایی هستن که کسایی هستن که توی ایران توی پستای خوب بودن، مدیرای خوب بودن. بعد الان اگر از بین شماها یه نفر یه مدیر خوب پیدا بشه که بیاد یه اتحادیه درست کنه، همین پلامرای ایرانی با همین 10 نفر 20 نفر 30 نفر، باورتون نمیشه 5 سال دیگه چه اتفاقی میفته، چقدر پروفیتبله واسه همه، میدونید؟ یعنی نمیخواد اون یه نفر بیاد از خود گذشتگی کنه، مثلا آقای رنجبر بیاد بگه مثلا من یه آدمی هم که مدیر بودم سابقا، اطلاعات پلامینگی خوبه، الان مستر پلامر هستم، سالی 300,000 تا درآمد دارم، نیاز ندارم که اصلا بخوام برم همچی کاری بکنم. ولی نه، یه نفر میاد کمکش میکنیم، یه نفر میدازیم جلو. مسئلهشو میگم ها، این به عنوان یه ایدیاست، یه چیزی که من دارم بلند بلند فکر میکنم. اتفاقا خیلی معذرت میخوام استاد، خیلی جان. در واقع نظرتون کاملا با بحث NGO هایی که در واقع توی بحث هست، حالا تو ایران هم دنبال میکردیم این در واقع تو بحث کانون مسکن و ساختمان کشور و جان. این NGO ها به اینجا خیلی خوبه، با اساتیدی مثل شما دوستان خواهش میکنم در واقع اینجا هست بودن، اطلاعات دارن، خیلی جامع و کامل میشه کار کرد تو این زمینه، یعنی اتفاقا بسیار در واقع ماهرانه و فکر خیلی جالبیه که اگر بشه، چون خواستگاه هم هست، قوانین در واقع شرکت ها با توجه به مطالعه اندکی که داشتم، چون من I almost knew in کانادا
و فکر میکنم که به نتیجه برسه. واقعا از اساتیدی مثل شما و دوستان عزیز هستن خیلی خوب نادم میتونه به این نتیجه برسه. من سوالی داشتم از حضورتون با توجه به بحث پلی اتیلن که تو بحث حالا یه مقدار سازهای بزرگتر و برای جمع‌آوری آبهای فاضلاب و یا خود آب هست داخل شهر، سایزهای بالاتر، جوش‌های حالا هم برای سویچ هم برای در واقع واتر، جوش‌های در واقع الکتروفیوژن و فیوژن هست. نمیدونم اینجا چقدر کاربرد داره یا اصلا کار کردن کار میکنن. خیلی انجام میشه اینجا، چون من ندیدم و بله نه انجام میشه. الکتروفیوژن اینجا خیلی انجام میشه. همون داستان اتوکاری که ما تو ایران داشتیم اینجا در حقیقت در ابعاد بزرگتر برای آبرسانی های بین شهری داره انجام میشه. لولای پولیتیلن رو میگین دیگه، درسته؟ بله لولای بله پولیتیلن و پولی پروپیلن. بله ببخشید من یه سوال داشتم. عرضم به حضورتون که من اینطور که شنیده بودم، من فکر میکردم که این کلاس برای کدبوک هست که در واقع فوکسم رو این بود که در واقع نشنال کدبوک رو شما در واقع تدریس میکنید. و این الان مثل که متشرم که شما کدبوک رو گذاشید برای مرحله بعد. نه ما کدبوک رو بهتون میگیم. کدبوک رو پس این جلسه این سیتیز این دوره شما کدبوک نشنال کانادا رو تو در واقع درس میدین؟ بله بهتون میگیم ولی همش رو بهتون نمیگیم. یعنی چی؟ همش چی منظورتونه؟ یعنی این که ببینید کدبوک هم سه مرحله داره. خود کدبوک توجه بله. کردید؟ بله بله. ما راستش رو بخواین چون اولین دوره است که داره این اتفاق میفته برای ایرانی ها، اصلا من هیچ اولویشنی از کسانی که کار اینجا تشریف آوردن حضور دارن ندارم. نمیدونم که چقدر میدونن بچه ها. جسارتا میانه کفتون آقای آمری در واقع یادمه تو این وبیناری که البته من نبودم و بعد گرفتم گوش دادن، آقای آمری توضیح دادن بابت اینکه این کلاس ها به درد کسانی میخوره که کارشون این بوده و در واقع اطلاعات اول چندین سال اینو مشغول هستن و دائم. پس یعنی در واقع از صرف نیست. جسارت نباشه من خودم نه خواهش میکنم چی نمیدونم و در واقع این چیزایی که شما گفتید رو خیلی با استفاده کردم، ولی با اون چیزی که قرار بوده که مثلا من شنیده بودم، شاید بنده اشتباه میکنم، قرار بوده که مثلا کدبوک چیز بشه. حتی میگم که صرفا هم گفتن من چون ونکوور زندگی میکنم صرفاً من یه سوالی دارم ازتون. نبینید اینو شما میبینید درسته؟ بله بله من دقیقا اول متاسفانه نمیبینم. نه نمیبینم متاسفانه. نه؟ حالا الان دارم میبینم. بله 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 ببینید تمام صحبتی که ما امروز کردیم بله بخشی از کدبوک. ببین ناکه من منظورم اینه، نگاه میفهمید اینو؟ بله بله میدونم شما چی میگید. شما پلامین کدبوک رو به من میگید. خب پلامین منم نظرم شما... وقتی کدبوک صحبت میشه در واقع همه رفرنس اصل کانادا در اصل اینه، یعنی در واقع این هستش. حالا من یه سیرکل کردم 27. بله بله پس میخوام هستش این در واقع نه اجازه بدید من یه سیرکل کردم اینجا وقتی 27. بله بله درسته. این دقیقا همون چیزی که شما میخواید. 27 از 125 ساله. بله درست. در اصل من که خودم میخوام چالنجینگ اگزم شرکت بکنم اینها، در واقع خب که قطعا کدبوک که جز اصلی ترین چیزش هست و بعدش همون حواشیش که همین که شما میفرمایید هست تا اونجا که اطلاع دارم، ولی حالا میخوام ببینم اصلا کلن باز پس یعنی در واقع از اون مبحث های حد اقلی داره استفاده میشه اینطور هست یعنی این دوره یا نه؟ ببینید آره ببینید این دوره‌ایه که ما میخوام آماده کنیم بچه ها رو، همه رو به یه سطحی برسونیم
که زمانی که میخوایم دقیقاً بریم روی کدبوک این شکلیه. وقتی میخوایم کدبوک دیگه هیچ کدوم از این جزوات استفاده نمیشه، همه از یک کدبوک استفاده میکنن، میگیم صفحه فلان رو بیارید، صفحه رو که آوردن میریم روی تستای اون صفحه. درست توجه کردی؟ اینجوری. ولی من چون نمیدونم الان بچه ها تا چه حدی میدونن، ما مجبوریم که این دوره قبل رو بگذاریم یه ماهه. حالا اگر شما فکر میکنید این ماه ممکنه ویست تایم باشه بذارید. نه اصلا جسارت ببخشید آقای. نه برای من نمیگم، ببینید اصلا برای من نیست. نه جسارت نباشه، من خیلی هم چیزایی که شما میفهمید اصلا هم جسارت نیستم میکنم، اما به اطلاعات به این ریزی و جالبی عالی تا حالا نشنیده بودم. من باید داشتم اون چیزی که در واقع منظورم که با این قضیه اومدم تو این باب هست، یعنی که در واقع تو من کدبوک خوندم، ولی خب نه به جامعه در واقع کلیات خوندم، جزئیات نه، ولی در واقع میخواستم ببینم این هست یا چیز دیگه. حالا ببینید امتحان شما جسارت نباشه، نه اختیار اصلا جسارت نیست. ببینید که در واقع من خودش خیلی لذت بردم از این مطالبی که شما فرمودید. ببینید جان مسئولی عزیز، مروسی عزیز، ببخشید جان مروسی عزیز، خدمتتون عرض کنم که ببینید ما وقتی که میخوام بریم سراغ کدبوک، امتحانشون اوپن سورس دیگه. خب همون لحظه که ما میخوایم مثلا به بچه ها، به هر کسی از دوستان که تشریف دارن، دانشجوی عزیز، بهشون میگم که فلان آرتیکل صفحه فلان برید دنبالش پیداش کنید، همون لحظه باید همه برگردن توی اون، توی همون صفحه، و از همون صفحه ما شروع کنیم. برای اینکه ما بتونیم بچه ها رو، دوستان رو برسونیم به یه سطحی، باید اینا رو برم جلو. من امروز از خیلی 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 پایین شروع کردم و میخوام جلسه بعد یه اِوالویشن داشته باشم با اجازه همه دوستان و بزرگان. یه اِوالویشن داشته باشیم ببینیم بچه ها کجا هستن، کجای داستانیم. اگر دیدیم کسی واقعا اون اشتیاق رو نداره که بخواد تو کلاس شرکت کنه، یا اون اشتیاق رو نداره که پلامر بشه، میگه آقا برای من سنگینه، من میخوام برق کار بشم، یا من میخوام فلان کار بشم، درست، بذارید یکی دو جلسه چیز بشه بگذره، و بعد این یکی دو جلسه قربونتون برم، و بعد این یکی دو جلسه ما اصلا، ببینید داستان من این شکلی، من هیچ وقت استاتیکلی کار نمیکنم، همیشه داینامیکیم، و همیشه اون جمع هر تصمیمی بگیره با همون جمع میریم جلو. من حتی اگه ببینم این جمع دوست داره، یعنی میتونه، اون قابلیت و گنجایش رو داره که همینجوری بریم تا ته خط، اصلا کلاس رو دوتا یکی میکنیم میریم تا ته خط. توجه کردید؟ چون من نمیدونم، واقعا نمیدونم، اولین بار داره اینا تشکیل میشه. با مهندس امانی هم ما چندین جلسه با هم صحبت کردیم، متاسفانه با بچه هم، خب بچه ها ما کانتکت دارم دیگه، یه جورایی پایین یا این ور اون ور با بچه ها کانتکت دارم، و بعضی ها رو میبینم خوبن، بعضی ها رو میبینم اصلا تو بیسیک کار خیلی خوبن، خیلی تو کار خوبن، ولی تو بیسیک ترمینالوجی مشکل دارم. من اگر به بچه ها مثلا میگم ببخشید من هرت میشم، یعنی ناراحت میشم وقتی که میخوام یه سوال ساده اسلوپ رو در بیاریم، بعد بگن آقا اسلوپ یعنی چی؟ شما شاید بخندید الان، ولی من پلامر ایرانی میشناسم که 15 سال اینجاست ولی اسلوپ نمیدونه چیه. یا میگم مایه ویسکوز نمیدونه چیه. خب اگر من بیام به فارسی بگم غلظت، هرچی که غلظتش زیاده ویسکوزیتش بالاست، خب این سوال امتحانه. میدونین یه سری ترمینالوجی، یه سری چیزا هستش که باید از روز اول من کار کنم، ولی باید تا سخت بگیرم راستش رو بخوای. نه اینکه خدای نکرده، نه اینکه ما اینجا همه مچور، همه بزرگتر از من ممکنه باشن، ما که نمیخوام بگیم که مثلا کسی بره بیرون در پاشو بذاره بالا، نه، همه پول دادن، همه میخوان از وقتشون بیشترین استفاده رو بکنن. منم اینجا نشستم راستش رو بخواین، عرض کردم هیچ منتی نیستا، ولی
خودم با عشق دوست دارم این کار رو انجام بدم، هر چیزی رو اینا اسنسش رو در بیارم بدم به بچه ها، یه کامیونیتی خوب بسازیم. چرا نسازیم؟ چرا ایتالیایی یا باید ببینید، من باس خودم ایتالیایی بود 15 سال پیش، فقط برای که امضا بکنه اون دفترچه منو هر شب منو با گریه میفرستاد خونه. نمیگم ایتالیایی یا بدن ها، نه اصلا این حرف رو نمیزنم، ولی واقعیتش اینه که غیر از خودشون قبول ندارن و خیلی هم متاسف، ببخشید این حرف رو میزنم، شاید هم نباید بازم بگم، ولی ریسیستن. از اون موقع من عهد کردم، گفتم اگر کسی ایرانی هموطن من دوستش کاری از دست من برامد، آیه مروسی عزیز شما ممکنه دو برابر من اطلاعات داشته باشید. صدام کنم نه جدی میگم، یا هر کس دیگه، هر بزرگوار دیگه که اینجا هست. خب ما فقط اومدیم اینجا، یک تشریک مسایی کنیم، از هم چیز یاد بگیریم. خب دو، یه راهو شروع کنیم و بریم به نتیجه برسیم. من آدم نتیجه گرایی هستم متاسفانه خوشبختانه، و دوست دارم کسی که میاد بگه آقا نتیجه هستیم استاد، ما تشنه این نتیجه هستیم. آره بیاد بگه من، بیاد بگه من 95 گرفتم آفرین، با ممتحنم دعوام شد که چرا اون یکی ساله رو به من چیز داده. من اینجوری دوست دارم. عالی، و باید اینجوری باشه. ایرانی ها اصلا شما نگاه کنید، چینی ها وقتی که میرن امتحان پلامینگ میدن 20 بار میرن میمونن، اونم با دقل و با خیلی کار چیز میکنن، فریبکاری زیاد میکنن چینی ها یا هندی ها. ولی شما ببین چقدر پلامر چینی و هندی هست، ولی ارزششون 10 تاشون رو بذاری یه دونه پلامر ایرانی نمیشه. آقا واقعا ایرانی ها فوق العادن. واقعا چرا که نه. بعد ما تو مسئله مدیریتی خیلی ضعیفی متاسفانه. اندیویجوال همه خوبن، همه عالین، همه بهترین کار رو انجام میدن، ولی تو مسئله مدیریتی، تو مسئله ارگانیزیشن ضعیفی. آقای امانی عزیز، حالا ما افتخار آشنایی با ایشون رو فکر کنم یه ماه پیش، یه ماه و نیم پیش داشتم، گفتم خیلی کار بزرگی کردی آقا، اصلا می‌بینی چه خدمتیه به کامیونیتی؟ واقعا دستشون درد. کار نتیجه ما اگر ما داریم این کارو می‌کنیم، شما باید زحمت بکشید، بیشتر تلاش بکنید که به این نتیجه برسید. وقتی که آقای مروسی عزیز توی ونکوور، آقای عزیز تو تورنتو، یکی دیگه تو اوکویل، یکی دیگه اینور اونور، همه میشن یه پایگاه. خب بعد شما اینا پله، یه ستونه که قشنگ بزرگ راه میشه روش زد. چرا که نه. من البته من ونکوور هستم جان. شما البته من ونکوور هستم و دوستانم سوال دارم، حالا بفرمایید. حالا من دوستی دارم تو ونکوور که کار پریکست انجام میده، حالا اگه دوست داشتید بعدن انشالله دست شما نکن ممنون. گرفتید اونجا، من میتونم کار انجام بدم، در سلام معرفیتون کنم. اونجا یه کمپانی بسیار بسیار بزرگ کانادایی هستش که اینا کشاورز بودن، الان جز میلیاردرهای تورنتو، میلیاردرهای ونکوور. پروژه هاشون رو ما داریم اینجا میبینیم، پروژه میگیرن. عالی. یعنی در حد اسنسی لولین دارن پروژه میگیرن. برید تو اون سطح رو انشالله. اینا بازی آقا، اینا لگوه. چرا که نه. آره خب سوال در خدمتی جمع مهندس. این بخواهدتون بگم سوال، این کدبوک یا مطالب دیگر بسیارت پی دی افشو برامون میذارید یا باید بسیارت؟ بله بله، همش رو پی دی افشو دارم میذارم، همش رو دارم میذارم. ما توی یه گوگل درایو میتونیم درست کنیم که تو گوگل درایو بیاد، باید بسیارت ایمیل برامون حالا اگر امکان داشته باشه این به صورت لینک گروه هم با ایمیل بیاد، فکر می‌کنم بهتر از تلگرام باشه. این مقدار اینا رو با مهندس امانی من هماهنگ می‌کنم. چشم، مرسی. خب دوستان ببخشید جان،
سوال نیست، یک خواهشه. جان بفرمایید. محمد جان فامیل شریفتون؟ امیرآبادی. جان من کارم رنویشنه، ولی خب در کنار رنویشن هم الکتریشن کار میکنم هم پلامین. بعد خب چیزایی که شما گفتین و حالا جک آف آل تریدز، آره واقعیتشو نمیتونم بگم اکثرشو، یعنی بیشترشو متوجه نشدم به خاطر حالا مثلا 1960 یا چیزایی که بودش. خب ما کم و بیش استفاده میکنیم هر روز از هوم دیپو، لویز، از هر جا خرید میکنیم و استفاده میکنیم. بعد وقتی که اگه میشه، اگه چیز هست، خب یه چیزایی رو که در موردش صحبت میکنیم اگه بشه تصویرشو داشته باشیم یا بتونیم، چون در لازم، چون ما هم باید بنویسیم هم گوش کنیم، نمیشه سرچش کرد. ماما جان اصلا نیازی نیست بنویسی. تورنتو شما کجایید؟ نه من همیلتونم. آره اصلا نیازی نیست بنویسی، چون اینا همش هست توی سیستم. خب لینک ها هست، اصلا نیازی به نوشتن نداره. پلاس این که شما اگر روی گروه تلگرامی هم باشید محبت کنید، آره سوالاتونو بپرسید، من هیچ مشکلی ندارم. خب فرصت داشته باشم سوالاتون جواب میدم 100%. حضور ذهن شاید نباشه اون لحظه بر اون کلمه یک شما داره میگه، ولی اگر مثلا حالا یا کاراییش یا بیشتر کجا استفاده میشه این نوع لوله ها یا مثلا این نوع فیتراش یا هر چیزش اگه اونجا بازتر بشه، خب قاعدتا فیتینگاش. آره فیتینگاش. آره فیتر نه فیتینگ. چون فکر نمی کنم لوله کش حرفه‌ای شاید داخل جمع ما باشه به غیر از شما. خب قاعدتا همه اومدیم یه چیزی رو یاد بگیریم و اینجوری که اگه باز بشه بعد خیلی در آینده خیلی بهتر تو ذهنمون میمونه که اگر این لوله رو تو این زاویه استفاده کنیم یا این تو این ساختمون استفاده کنیم، مثل لوله XFR مثلا از 10 طبقه به بالا میشه استفاده کرد یا مثلا کمتر از اون نمیشه استفاده کرد، این پیش زمینش برای ما میمونه و اون میشه گفت اون کاره رو که هممون میتونیم انجام بدیم، میخوایم اون کاره رو بهترینش رو انجام بدیم و به قول معروف خودمون رو حرفه‌ای نشون بدیم. چشم. مثل ابزارمون یا مثل کارمون. چشم. جناب نیکزاد سلام. شما مخلصم. بله. از اون نیکزاد XFR مخفف چیه؟ XFR متاسفانه حضور ذهن ندارم. من یه توضیح خدمتتون بدم. من در واقع هیچ سابقه ای در کشینا ندارم، اصلا کارم بحث دیگه ای بوده، تازه اومدم کانادا و به این شغل ممنونم، به این شغل به عنوان یک کلاد فرصت دارم نگاه میکنم، جلسه شرکت کردم ببینم چجوریه. در واقع خوشم میاد از پلامینگ، خیلی خوشم میاد، چیزیه که فکر میکنم میتونم کارشو انجام بدم، ولی چون هیچ پیش زمینه قبلی نداشتم بنابر این یادداشت رو اینام نوشتم، خیلی از این مواردی که مطرح کردین رو نوشتم، ولی خب فعلا دارم ارزیابی میکنم ببینم در چه حالی هستم، ولی خب خوبه، خیلی عالیه، علاقمند هستم. همون چیزی که شما فرمودین ابتدایا هم یک مقدار برام سنگین هست، ولی به این معنی نیست که نخوام ادامه بدم یا نخوام این کار رو انجام بدم، خیلی علاقمند هستم. امیدوارم جلسه بعدی بتونم سوالهایی رو که میپرسید بهتون پاسخ بدم. انشالله. چشم. پس اجازه بدید من از آقای محمد بپرسم. نه از آقای محمد پرسیدم، از آقای فرهاد خان بپرسیم. خیلی سکت. در خدمتون هستم. سلامت بشین. XFR مخفف چی بود؟ عرض بزرگ شما که منم لازم میشه که برام توضیح خدمت بدم. منم کلا کار دو سالی هستش رنوویشن انجام میدم. بله. برام خاطر دو تا نیاز داشتم، یکی همین که روی کدخونی و اینها رو و اینکه گرفتن لایسنسی رو استارتشو بزنم، با توجه به اینکه اصلا کار پلامینگ انجام ندادم، یه بخشای خیلی کوچیک در کنار کارم، چون به هر حال به صورت جنرال کلا کامل کار میکنم توی حالا منازلی که هست، منتها پلامینگ هم دیگه الان ضروری شده با توجه به اینکه بتاب من نصب میکنم، کارهای بتاب کامل انجام میدم، نصف و نیمه کارهای لوله کشیشو، بعضی موقع درن کندن اینا رو همه رو لوله ها و بچه‌ها، خیلی به صورت جنرال، خیلی جنرال.
خب شما میدونستید که میتونید با همین اطلاعاتی که الان تو این دوره کسب کردید و همینجا میتونید برین جنرال کانترکتینگتون رو بگیرید. مبحث پلامینگش رو حداقل میتونید برید امتحان بدید. درسته، بله. میخواستم حالا چون استارتشو دارم با شما میزنم دیگه، گفتم که دیگه بیام داخل برای پلامینگم به طور کامل یاد بگیرم. انشاءالله. ممنونم. به همین خاطر بعضی از اون لغاتی رو که شما اعلام میفرمایید خواهش میکنم. آقای رنجبر عزیز، محمد آقا جانم، من حقیقتش XFR رو استنفورش رو نمیدونم و نگفتید، یعنی یا من نشیدم. نگفتم، نگفتم. میخوام ببینم کی میدونه. برای ساختمونهای تا پنج طبقه استفاده میشه، درسته؟ بالاتر از پنج. آقای میرزایی بفرمایید. XFR هم تو لوله هم تو اتصال واسه ساختمان های کمرشال و بیشتر از پنج طبقه فرمودین که استفاده میشه. بله، البته اون که استند فورش مال چی هستش، میگه اکسترا فایر ریتد. یعنی شما اکسترا فایر ریتد مهندس منظور خاکستری هستش؟ بله قربونت. آره، دو تا خاکستری داریم، یکی خاکستری کم رنگ هستش که سیستم 15ه، یه پر رنگ هستش که XFR اکسترا فایر ریتد. حالا شما اگر هر جا تو هر کدی هم برید نگاه کنید، ننوشته که 5 طبقه، 7 طبقه، 10 طبقه یا 11 طبقه، ولی فعلا ما رو 5 طبقه به پایین سیستم 15، 5 طبقه به بالا XFR در جریان باشید. طبقه یا 10 طبقه به بالا؟ عرض میکنم خدمتون. ببینید، شما تشریف ببرید، کاندو بورد های مختلف فرق میکنه چون اینا تو کاندو استفاده میشه. شما خودتون روی آیپکس یا روی نپکو، دوتا کمپانی که دارن XFR میزنن، بزنید، هیچ کدوم دقیق نگفتن که دقیق، هیچ کدوم به شما نگفتن که چند طبقه. توجه فرمودید؟ متاسفانه اینو واگذار کردن به آقایون دیزاینر، مکانیکال انجینیر. یعنی مکانیکال انجینیر اگر نوشته باشه XFR، XFR، اگر نوشته باشه سیستم 15، سیستم 15. اون لولایی که برای ونت مثلا این پکیج ها یا این بویلر ها استفاده میشه، فقط برای هواشون استفاده میشه، اونم همون لولایی من ترجیح میدم تو بویلر و توی هایدرونیک فعلا نریم، چون ما بحث هایدرونیکمون یه چیزی هولوش 12 تا سوال داریم. ببینید تشخیص شما استاد، هر چی شما بگی همون. بله، الان نرید چون لوله های 636 و بالاتر سی پی وی سی اونا رو الان اگر بریم ممکنه بحث پلامینگمون یه مقدار قاطی بشه. فعلا نرید. آقای امیری، بعد از خمیازتون بگید XFR چیه؟ اکسترا فایر ریتد. اکسترا فایر ریتد. جناب علینو عزیز. بله، مخلصم بودم. یه بیوگرافی کوچیک از خودتون لطفا بگید. بیوگرافی من مهندس برقم از ایران، البته اینجا سیویل خوندم، کار ساب دیویژن، نیو ساب دیویژن هستم. بله، دوست دارم با کدینگتون آشنا بشم. خب خیلی واسم جالب بود وقتی که دیدم، سعی میکنم شرکت کنم تو همه سلامتشون. خب پس شما نمیخواد امتحان بدید؟ ضرر نداره، چرا که نه. امتحان صد درصد میده. اوکی. دوستانی که نمیخوان امتحان بدن، نه که خدا نکرده از دید من چیز بدی باشه، نه، ولی به من بگن، یعنی جلسه آینده لطفا.
به من بگید که کیا میخوان امتحان بدن کیا نمیخوان امتحان بدن، که من بدونم یه کاتگوری توی ذهن خودم داشته باشم اونایی که میخوان امتحان بدن، و نه اینکه بخوام به صورت ویژه باهاشون یه طرح ویژه داشته باشم، نه اصلا میخوام فوکسم بیشتر روی قسمتایی باشه که، یعنی مثلا میگم اگر آقای بن، آقای ایزدی، آقای علی چهره یا مثلا آقای آقایی اینا میخوان قطعا برن امتحان بدن، به من بگن که فوکسمو بذارم روی بحث تستینگ و بحث داستانایی که ممکنه تریکایی که تو تست هستش. دوستانی که فقط میخوان بحث رنوویشن یاد بگیرن یا کدا رو یاد بگیرن، به من بگن که بیشتر بیام رو اون بحثا. هیچ تمایزی بین هیچ کدوم از عزیزان نیست، فقط اینجوری اگه باشه توی ذهن من کاتگورایز میشید شما و من میدونم با کی چی کار کنم. اگر که دوست عزیزمون آقای آلینو دوست دارن فقط کد رو یاد بگیرن برای که یه مهندس برق هستن، یه مهندس برق اوور کوالیفای هستش برای پلامین کد، یعنی پلامین کد خودش هم میتونه بخونه، من فقط باید در حد یک سطر کوچیک واسش مرور کنم، that's all. مشکلی نداره، چون هر آنچه که تو برق هست تو پلامینگ هم هست، بلکه خیلی بیشتر تو برق هست. خب من یه جورایی باید این تکلیف خودم رو توی داستان بدونم و یواش یواش بریم جلو. تمام چیزی که دوست دارم اینه که همه نتیجه بگیرم. نتیجه برای من خیلی مهمه راستش رو بخوام، که فردا وقتمون ویست نشده باشه. رفتیم یه کلاسی رفتیم، الان من خودم 100 تا کلاس آنلاین جورج بران و این بر اون بر رفتم، باور کنید از 100 تا شاید بتونم 20 تاشم به درد من نخوره. یعنی خب جان بهتر نیست که ما، خب بالاخره همه اغلب افراد که اومدن اینجا، حالا بگذاریم ممکنه دو تا استثنا وجود داشته باشه، اکثرا اومدن که امتحان بدن و اکثرا دوست دارن قبول بشن و به قول شما نمره بالایی قبول بگیرن. خب من فکر میکنم شما باید فوکوستون رو بذارید روی اون که اون چیزی که میتونه امتحان رو پس کنه، در صورت مهمترین قضیه است دیگه. دقیقاً، خدا خیرتون بده. ببینید اصلا ما نمیخواستم خیلی سری برم روی این قضیه، ولی شما ببینید ما فقط 27 تا سوال داریم. ببینید شما اینجا؟ بله. ما فقط 27 تا سوال داریم از کد بوک. فقط 27 تاست. یعنی شما درینج، ویست، بنت، سویچ، تریتمنت سیستم کلن 27 تاست. این کد بوکه. شما میخواهم روی 27 کار کنم فقط؟ نه کاملا نه. شما باید روی یه چیزی کار بکنید که نتیجه بگیرید. ما میخواهم حرفه‌ای بشیم. همین. ببینید شما از این 27 14 تا سوال اوکیپیشنال سکیلزه. این اسکیلزی که تو حرف زدنهای ما، تو سوالهای ما به وجود میاد. درسته؟ بس من هم همینه دیگه، که این شما چیزی که برای امتحان ما رو آماده میکنه، خب قاعدتا خب شما بهتر از همه تشخیص میدید. خب حالا من به عنوان یه اینستراکتور وقتی که اینجا نشستم باید یه جوری کاور کنم همه اینا رو، توجه کردید؟ که بله. هم بیاد اون اکوپرشنال سکیلز بیاد توش، هم پرپریشن. ببینید پایپینگ پرپریشن اسمبلی 16 تا سواله، یعنی یک سوال اینه که وقتی که شما دارین پایپو پرپر میکنید، پایپ آندرگراند، همین سوالی که من همین صحبتی که کردیم، اگر یه بولدر یعنی چی آقای آلینو؟ آقای جناب آلینو اسم شریفتون کامل؟ علی نورافکن. جناب نورافکن، بولدر یعنی چی؟ نمیدونم. آقای معروسی متاسفانه نمیدونم چیز اصطلاحشو. نه خیلی ساده. بولدر یعنی یه تیکه سنگ چیزی افتاده باشه روی لوله، فکر میکنم. کی صحبت میکنه؟
من رنج برم اسخای میکنم بدون اگه سلامت باشی. نه من یه لحظه رفتم پایین. بله ببین بولدوزر چیه؟ بولدر دیگه. خب بولدوزر داره بولدر رو جابجا میکنه. یه تیکه سنگ. سوال اینه. سوال اینه اگر بولدر افتاد روی پایپ شما و پایپ شما کینگ شد. بند شد. چیکار میکنید؟ پرپریشنه. پرپریشن. خیلی ساده است. سوال اینه که اگر چجوری پرپیر میکنی پایپ تو، چجوری پریونت میکنی از همون اندرگراند، ببینید از یه سرویس پایپ. خیلی خوب، بذار یه سوال دیگه بپرس. همین سوال قشنگه. آقای محسن ساکتید. آقای محسن آن میوت کنید برید بالا. بله سلام. سرویس پایپ چی آقا؟ سرویس پایپ لوله رو که از بیرون از بیرون خونه به وارد منزل میشه. برای چه کاری؟ برای آب و فکر کنم. نه همون آب. درسته؟ بله. سرویس پایپ لوله‌ای که از کجا میاد؟ از این هاوس پایپی که فرمودین از بیرون، اگه تلفظش رو فکر کنم اشتباه بگم، از بیرون میاد داخل منزل. خب از کجا میاد؟ نقطهش کجاست؟ از شبکه هست. از این سیتی که شهری که سیتی اجازه بدید از آقای نظری بپرسم. آقای نظری از کجا میاد داده؟ از سر کرب ورودی. باریکلا باریکلا چی بهش میگن؟ کرب ورودی. نه نه خیلی نزدیک شدی. اسفات. کجا؟ کرب اسفات. کی بود؟ علیرضا. علیرضا جان بذار بیارمت بالا. علیرضا فامیل شریفتون؟ امامی. علیرضا جان کرب چی؟ کرب اسپات. اس تاپ. استاپ. کرب استاپ. بله درسته؟ خب سرویس پایپ لوله ای که از کرب استاپ میاد میره تا کجا؟ کنتور. چی؟ مکانیکال روم. کی گفت کنتور؟ من نبودم. کی گفت تو؟ تو بودی؟ من بودم. کوروش. آره یه بار دیگه بگی کنتور بد میشه. من همش تلفظه میداده. واتر میتر. واتر میتر. خب سرویس پایپ. سرویس پایپ. سرویس پایپ لوله‌ایه که آب رو از کرب استاپ به واتر میتر میرسونه. That's it. That's all. حالا کرب استاپ میتونه توش جوینت داشته باشه؟ نه. باریکلا. آقای مهندسی جناب مهندس قرار شد که زمان به حساب به عبارتی اینستالیشن نمیتونه داشته باشه، اما اگر اتفاقی براش بیفته یا مجبور بشیم میتونیم جوینت استفاده بکنیم دیگه. جلو رفتی یا دارم سلام میپرسم. آه ببخشید. سلامت باشید. آقای بن عزیز جانم داخل هست قربونتو. کربستاب میتونه داشته باشه یا نه؟ استاپ قانونه نه نمیم کنم مگه اینکه به قرآن اگه حادثه این چیزی بیافته. سوال هم اشتباه پرسیدم. سرویس پایپ میتونه کانکشن داشته باشه؟ نه معمولا نباشه. اگه کمتر از 200 متر نه یک کلمه نه نه نمیتونه. اگه پین هول شد، اگر کینگ شد، اگر یه بولدر افتاد روش، دو تا روش داره. دو تا روشش چی بود؟ یکی اینکه میتونستیم بالا همون ویلت جوش بدیم بریزش کنیم. بریزش کنیم یا اینکه یکی دیگه کورپوریشن کاپلینگ. کورپوریشن کاپلینگ. کاپلینگ ویری گود. خب چرا نباید زیر خاک؟
جان کورپوریشن کاپلینگ هم مهره ماسوله خودمونه دیگه به فارسی، درسته؟ نه فرق میکنه، مهره ماسوله و کورپوریشن کاپلینگ فرق میکنه. اون کامپرشنه، مهره ماسوله میشه کامپرشن فیتینگ. فیتینگ اوکی. کامپرشن، کامپرشن با کورپوریشن فرق میکنه. حواستون رو جمع کنید تو امتحان. خب آقای چهره، چرا نباید زیر خاک، چرا نباید زیر خاک کانکشن زد؟ به این گفتیم کاریر خانم هستش که نباید این کار رو کرده، چون گفتیم یه تبصره داده که اگه سوراخ بشه ما میتونیم به این دو روشی که گفتیم تو این کار انجام بدیم، ولی گفتیم که نه، اصلا خارج از صحبتهای من، چرا نباید این اتفاق بیفته؟ چرا نباید زیر خاک کانکشن زد؟ چون فکر کنم از اون کانکشن ممکن لیک بده دیگه، یعنی چیکه ممکنه کانه. لیک نه، لیک میشه دریاچه، ممکنه لیک بده، لیک ببخشید. آره خب ببخشید من میگم، من دونه دونه باید کار کنم. بله میگم ممکنه که لیک بده، به خاطر همین میگن کانکشن رو بزنین، و اگه مثلا لیک هم بده تقصیرش ما هستیم و ما رو میاسو میکنن. خب اگه لیک بده، نه لیکش اگه لیک بده میره زیر زمین، حالا مثلا دو قطره، چهار قطره، پنج قطره هم رفت زیر زمین، چه اشکالی پیش میاد؟ هیچ. مسئله اصلی چیز دیگه است، باکتری جذب میکنه فکر میکنم. یادداشت بفرمایید، کراس کانکشن، CROSS کراس کانکشن. آقا کوین یادداشت میکنید؟ آقای امیری cross خب دوستانی که دوست دارن تو بحث cross connection که پول خیلی خوبی داره توش وارد بشن، از همین الان بهشون میگم اگر میخواید بحث کراس کانکشن وارد بشید، ساعت 11 شد آلموس، اگر میخواید تو بحث کراس کانکشن وارد بشید پولش خیلی خوبه. یه مقدار اون دوستانی که مثل آقای علیرضا خان، نورافکن، که شاید خیلی به صورت جدی نخوان پلامینگ رو ادامه بدن، بحث کراس کانکشن بحث بسیار پولسازیه. ما تو ایرانیان نداریم. من میخوام از این دوره دو نفر کراس کانکشن بفرستم بره. باید دو نفر بره. و باید من بگم. یعنی دوست دارم که بگم من دو نفر فرستادم کراس کانکشن و از این دو نفر دارن سالی 300 هزار دلار، 400 هزار دلار دارن در میارن. و اصلا هم سخت نیست، بسیار بسیار ساده است. مهندشان ببخشید کلمتون قطع شد، کراس کانکشن منظور همون بک فلو دیگه، درست میگم؟ باریکلا، بک فلو پریونشن. زحمت بکشید، AWA American Water Association. کسایی که دوست دارن بیشتر روی این قضیه تا جلسه آینده که پنجشنبه ساعت 10 شب، ساعت 8 شب ببخشید، AWA American Water Association، برن اونجا یه تحقیقی بکنن، نتیجه تحقیقشون رو به من بدن، چون من واقعا وقت ندارم که برم، نمیدونم. من یه زمانی خودم سرتیفاید بودم تقریبا 10 سال پیش، ولی چون هر دو سال یه بار باید میرفتم امتحان میدادم، 4 سال پیش باطل شد، فرصت نکردم برم. ولی میتونم بگم تو ایرانی ها شاید فقط من باشم، یعنی من بودم، نمیدونم، تا الان من کسی رو ندیدم که کراس کانکشن تست کنه. شاید، نمیدونم، شاید 3-4-5 نفر، واقعا نمیدونم، ولی من ندیدم. شنیدم 3-4 نفر دیگه بودن. ولی شما اگر حداقل 200 تا مشتری داشته باشین، 200 تا 150 تا میشه سالی 300 هزار. به همین سادگی. تست 10 دقیقه‌ای.
استاد معذرت میخوام یه سوال از حضورتون دارم. امکان هست که در واقع یه توضیح کوچیکی در مورد اینکه ببینید من مثلا خب شبکه توزیع آب ایران از داخل در واقع اونجایی که آب میاد خط اصلی انشعاب میگیریم با لوله پلی‌اتیلن، این انشعاب پلی‌اتیلن میگیریم میاریم بالا و میاریم داخل در واقع حالا کنتور آب که حالا با همون ایران دارم صحبت میکنم رایزر مربوطش، بعد بیاد داخل، بعد میاد داخل کنتور و از کنتور جدا میشه انشعاب میاد حالا برای هر واحدی جدا. این کاری بوده که ما در داخل مثلا ایران کردیم. حالا اون خط اصلیش به چه شکل بوده که لوپ طراحی میشده، بعد از اینکه لوپ طراحی میشده شیرای در واقع حوضچه داشتن، خود نرم افزار لوپ یه داستان دیگه ای داره برای این طراحیش و شبکه شهری و دادن به انشعابش. محدودیت ها توی خط انتقال داشتیم برای اینکه آقا کانکشن نذارید، زاویه 90 درجه ندید. بله. آیا برای در واقع رزیدنشیال و یا کار پلامینگ این محدودیت ها و این آیین‌نامه ها تو همین کدبوک ها مطرح میشه یا اینکه نه باید ببینیم و بدونیم جای دیگه باید دنبالش باشیم که این کارو بدونیم؟ ببینید توی کدبوک کانادا، حالا یه چیز جالب و یه ذره شاید بخندید و شاید از دید من و شمایی که در ایران تحصیل کردیم و حالا اشره خوندیم یا نمیدونم، به هر حال میدونید دیگه منظور من چی هستش. به عنوان مهندس مکانیک اینجا متاسفانه خیلی عقبه، یعنی بعد هر سال داره روی کدبوک ها متمم میاد. متممای ببینید هر سال داره در حقیقت قطر لوله داره اضافه میشه، یعنی لولهایی که اینچن کورتر بود الان شده اینچن هفت، الان شده دو اینچ. یعنی دیگه خیلی ساده بهتون بگم اینجا خیلی روی کودینگ خیلی آدمای تحصیل کرده نبودن که این کودا رو نوشتن. شما کتاب کودو بردارید لطفاً و پشتش ببینید مراجعش کیا بودن. خیلی آدم ها تحصیل کرده نبودن. بعضی وقتا شما به یه نتیجه میرسید به خاطر که وقتی میان مهندسی رو شما یه مکانیکال فلوید انجینیر هستید میاد اینو ترکیب میکنید با پلامینگ، شما خیلی بیشتر از اون میفهمید، خیلی بیشتر از اون کد میفهمید. یعنی من میخوام یه جایی برسیم که همه، واقعیتش اینه، باید از ما دعوت کنن بگن آقا شما یه کامیونیتی بزرگ هستین، چرا فقط باید سفیدپوستا و آنگلوساکسونا و ایتالیایی‌ها برن کد بنویسن وقتی که ما نزدیک 1600-1700 تا پلامر ایرانی داریم، همشون هم بلا استثنا تحصیل کرده اکثرا. توجه کردی؟ اینجا عقبن متاسفانه. تو کد فقط اشاره میکنه، یعنی شما مثلا هیچ جای کد شما از برنولی صحبت نمیکنه، هیچ جای کد نمیگه، هیچ جای کد نمیگه مثلا توی تا. ببینید ما اصلا باور نکردنیه ولی هایدرونیک 12 تا سال 6-7 سال اومده توی پلامینگ، اصلا نبود، مسخره بود واقعا. پلامینگ ما محدود شده بود به 4 تا لوله کنک کردن، مسخره بود واقعا. بعد اومدن هی آوردنش تو. شما میدونید چند سال ما تو ایران بودیم؟ من 25 سال پیش فلور هیت کار میکردیم، اینجا شاید 10-12 ساله. حتی بیرونش رو میومدن با چیز میزدن، با وایر میکشیدن، الکتریک میزدن به جایی که با هایدرونیک باشه، با آب باشه. یعنی اینجا خیلی متاسفانه عقبه. همونطور ببینید هر کسی یه رسالتی داره. ما یه چیزی هولوش 20 سال پیش وقتی که ایرانی‌ها شروع کردن تو ویلو دل به ساخت و ساز، بله، خونه هایی که سقفای خیلی کوتاهی داشت، اتاق اتاق بود، مثل لونه کبوتر بود، میرفتی تو همین ویلو دل، خونه ها به سقفای بلند تبدیل شد، اتاقا برداشته شد، بعد همه گفتن ایرانی‌ها چقدر چیز، یه دیزاین جدید آوردن تو کانادا، خونه ها دلباز شد. خونه هرچی ایتالیایی یا مثلا پرتغیز میرفتی مثل لونه کبوتر بود، مثلا یه چیز مسخره.
ولی الان شما تو ویلودر خونه هایی که ایرانی سازه بریم ببینیم. خب دوستان معمارمون، دوستان به اصطلاح اوربن دیزاینرمون، اینها کار خودشون انجام دادن. توجه کردی؟ ما هم رسالتمون انجام بدیم اشان. سپاسگزارم. قربون شما. فعلا استپ بای استپ وای مانس رنجبر. خواهش می‌کنم. آره بذارید بذارید همه به یه جای برسیم خب. که همه بتونیم به قولی بریم جلو. یعنی همه یه چیزی باشه که یه بارونی باشه که رو سر همه بباره. دقیقاً. ولی خب این 80 سال پیش نشستن فکر کردن آقای مهندس و به این قائل بودن، خیلی چیزا رو شاید دیدن و اینی که ما رو تونستن از این فرهنگ بکشونن. خب شاید تو ایران ما همین کارو می‌کردیم، ولی اینجا واقعاً من هلپری دارم می‌کنم، یعنی کاملاً دارم هلپری می‌کنم چون دوست دارم رشته خودم و ساختمون و حالا سیالات و هلپری در واقع ساختمون دارم می‌کنم. آشنا شدم با خیلی، با فریمینگ، با اینا خیلی جالب بود برام. یعنی واقعاً بد نیست از اینکه بعضی از این چیزها رو خیلی ساده، اینقدر ساده اومدن توضیح دادن و همه رو ترغیب می‌کنن به اینکه بادی حرکت کنن، ورزش کنن، تحرک داشته باشن. به نظرم بد نیست، خوب کردن. حالا اگرم خیلی از زوایا رو ندیدن، انقدر تو متریال و استاندارد متریالشون بالاست که بخشی از اون نقصا رو فکر می‌کنم که کاملا چش میده. من حالا شاید من قبول دارم، ولی جسارتا اگر که مثلا میگم پدر بزرگ من یا پدر من یا نمیدونم هر کسی از دوستان ما اومده اینجا و مجبور شده کار شدید بکنه زندگیش بگذره، ماها مجبور نیستیم اونجوری کار کنیم، چون ما یه نسلی هستیم قبل از ما اومدیم اینجا که راهو باز کنیم دیگه، درسته؟ نه نیومدیم که آره ما اگه قرار باشه که اونی که الان میاد با منی که مثلا 15 سال 16 سال پیش اومدم بخواد یه جور جون بکنه که فایده نداره که. پس نقش من و رسالت من چی بوده این وسط؟ یا شما یا اون آقای دیگه یا اون آقای دیگه. من الان یه سری آدم ها رو دارم میبینم توی همین دوره یا چیز هستن، دوستانی هستن که خیلی میدونم کارشون چیز دیگه هست، 7-8-10 نفر پیش دستشون کار یاد گرفته، خودشون به قولی مولد بودن. ما میخوایم مولد تولید کنیم، میدونی چی میگم؟ اگه بتونیم اینجا مولد تولید کنیم و همه نرن کار پلامینگ رزیدنشال یاد بگیرن، من I don't like it که مثلا شما هی مثلا یکی رو من بیام آموزشش بدم بعد بره رزیدنشال یاد بگیره. چرا؟ رزیدنشال هم یاد بگیرید، مسئله نیست، ولی اگر کسی بتونه بره AWA امریکا بشه چرا نشه؟ چرا نشه؟ چرا شما نشید؟ کسی که میره کراس کانکشن میره سالی 300 تا 400 تا، الان هر بیلدینگ مینیمم 4 تا بک فلو پرونتر داره، 4 تا 250 تا در یک بیلدینگ میشه 1000 تا. ساده یه دونه اسپرینگش رو عوض کنی میشه $800، یه دونه اسپرینگ کوچیک. آره چرا که نه. شما الان همین یانگو بگیر، یه زمانی از شپرد تا هایوی 7 کلن 20 تا ساختمون بود، الان نزدیک 178 تا ساختمون بلند مرتبه است، های رایزه. هر کدوم از اونا 4-5 تا بعضی وقتا تو قسمت‌های مختلف، سکشن‌های مختلف بک فلو پرونتر دارن. من تا 30 تا بک فلو پرونتر توی ساختمون دیدم. شما یه دونه ساختمون بگیر، یه دونه ساختمون 30 تا بک فلو داره. می‌دونید؟ ما نمی‌خوام همه رو بریزیم تو یک مسیر. باید مویرگی توی مسیرهای دیگه باز شیم. این برای من افتخاره، برای مؤسسه فناوران آقای امانی اینا افتخاره. اگه ما بخوایم برای خود اول افتخار برای شماست، بعدش هم برای من که به اصطلاح کوچکترین عضو این مجموعه.
دیگه سپاسگزارم در مریضات خدمت شما و آقای من از امیری یا امانی من امانی عزیز که باعث شدن واقعا جمع شیم دور هم و بتونیم استفاده کنیم از دو شما بزرگ. آقا ساعت 11 است دیگه بریم بخوایم فردا صبح سلامتی دارم. خیلی استفاده کردیم. دستتون درد نکنه. مرسی مرتضی جان. شما بچه ها فقط محبت کنید. یه آخرین خواهش من. اگر سوالی چیزی قبل از روز پنجشنبه دارید. آقای میثم من با شما صحبت نکردم. صداتون رو بشنوم یه لحظه. بله در خدمتم. مخلصم قربونتون. کجایی شما؟ من ونکوورم. یه مقدار اومدم تو کلاس یک ساعتی گذشته بود. یه سوالم داشتم. جان بفرم. ببینم میتونم این کلاس اگه ریکورد شده میشه دید جایی؟ بله. کلاس بله. من از دست دادم. کلاس ها ریکورد میشه. منم یه سری هندآوت دارم میدم به خانم حیران. براشون میفرستم. بعد ایشون حالا احتمالاً یه جوری به دست شما میرسونن. هندآوت ها طوری که سکشن بندی هستش، یعنی همون چیزی که درس میدم همون هندآوت همونو بهتون میدم. باز درس میدیم میریم جلو، نمیخوام مغزا همه چیز بشه سچوریتد بشه. لطفا با من بیایید جلو. این 4-5 صفحه هست بخونید انشالله که حتما. من خودم یه پیش زمینه‌ای دارم توی بحث دوزکشی، چند سالی هستش که کار میکنم، نه دقیقا توی لوله کشی بلکه کنار کارم لوله کشی هم میکنم چون یه مدتی کار کردم. بعد در مورد امتحانم متوجه نشدم، حالا فکر میکنم که اگه کلاس از اول ببینم توضیح دادین. این امتحان رو شما میگیرین یا قراره که امتحان رو جای دیگه ما بدیم؟ نمیدونم چیه. ببینید نه ما نه هیچ ارگانیزیشنی هیچ یونیورسیتی، چون پلامینگ رو هم کالج ها میدن هم یونیورسیتی ها میدن، هم بیشتر البته کالج ها میدن. یونیورسیتی آف ترانتو یه زمان میداد یو آف تی، ولی الان فکر نمی کنم بده. الان فقط جورج برن کالج میده، شیردن کالج میده، دو سه تا کالج اطراف ترانتو، تو بری یه دونه هستش میدن. البته ما ونکوور هستیم، من نمیدونم. به هر حال هر جا باشه پلامینگ، چون رد سیل، رد سیل فقط مال گورنمنت، امتحانتون تو مینیستریه. یعنی ما اگه بخوایم امتحان بدیم باید اون دوره ها رو بریم توی اون یونیورسیتی بگذرونیم و بعد از اون شما دارین دوره ها رو اینجا میگذرونید به زبان فارسی، به زبان شیرین فارسی. آه پس یعنی مستقیما ما میتونیم بریم امتحان بدیم بدون اینکه شیرین فارسی، بدون مستقیما اگر الیجیبل باشید برای امتحان. برادر من سمینار رو فکر کنم میس کردید. دقیقاً. بله 9000 ساعت. بله. پس اگر دوستان عزیز دیگه‌ای هستن که سمینار رو میس کردن، بحث 9000 ساعت رو هنوز مشکل دارن باهاش، لطف بفرمایید حتما سمینار رو ببینن، مخصوصاً آخرش که کوشن انسر بود. و دیگه من از حضور همگی لطفاً اگه میشه، پس اگه لطفاً امکانش هست حالا لینکی یا فایلی که مربوط به سمینار هست توی همون تلگرام بفرستین ممنون. تلگرام اولش توی بحث چیز لینکه هستش فرستادن قبل. ممنون ببخشید من عقبم کلا ندارم. نه اختیار دارید، خواهش میکنم. صداتون شنیده خوشحال شدم. خسته نباشید. ممنون. آقایون همگی خسته نباشید. مرسی که شبتون خوش. مرسی که صحبت های منو پرگویی های منو گوش دادید. استفاده کردید. لذت بردیم. خیلی ممنون شما هستید. استفاده کردید. تشکریم آقا. دم شما گرم. دم همه گرم. بله همه گرم. مرسی شما. خدا. شبتون خوش.